با سلام و احترام فراوان خدمت تمامی عزیزان حاضر در جلسه و دوستان و همراهانی که ما را از طریق اتاق زوم و همچنین یوتیوب و همچنین رادیو بشریت به صورت زنده دنبال می‌کنند. جلسه کمیته دفاع از حقوق هنر و هنرمندان کانون دفاع از حقوق بشر در ایران رو امروز در تاریخ 10 نوامبر سال 2022 در ساعت 18 به وقت اروپای مرکزی آغاز. در ابتدا باید خدمت همه بزرگواران عرض کنم که جلسه به صورت هم‌اندیشی و تریبون آزاده که با مشارکت و همفکری تمامی شما عزیزانه. موضوع جلسه هم در واقع حق اعتراض و بازی مجموعه هنر اعتراضیه. مهمان ویژه جلسه‌مون هم آقای مانا نیستانی هستند، کارتونیست، و خدمت همه عزیزانم عرض بکنم که دوستانی که قصد مشارکت دارن لطفاً زمان 3 دقیقه رو مد نظرشون قرار بدن تا بتونیم از نظرات همگی دوستان بهره مند بشیم. خدمت آقای رائی و همچنین آقای نیستانی خوش آمد عرض می‌کنم. آقای نیستانی، با مقدمه در خدمت شما هستیم تا بقیه دوستان اگر سوالی دارن مطرح کنن. ممنونم. خواهش می‌کنم. منظورتون که مقدمه رو من باید بگم؟ مقدمه طرف من؟ بله 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 بله. نمیدونم چه مقدمه ای قراره که من بگم راجع به هنر اعتراضی. حالا من خودم میتونم از همین الان یک سوالی رو مطرح بکنم، اما خودتون چیزی مد نظرتون هست راجع به مسئله هنر اعتراضی بفرمایید، یا من خودم هر جور مایل هستند. اسمش مشخص، هنر اعتراضی هنری که در بردارنده یک اعتراض، یک مقاومت، یک نه به سیستم، به سیستم های اقتدارگرا، سیستم های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی هست دیگه. به این میگن هنری که معترضه و معمولا هم تأثیر قرار تأثیر آنی بگذاره بیشتر، برای اینکه اعتراض میتونه در انواع اقسام هنرها، در رمان، در خیلی چیزهای دیگه در بطنش پیدا بشه، ولی وقتی از هنر اعتراضی صحبت میکنیم در مقاطع زمانی خاص نسبت به مسئله خاص برای تاثیرگذاری سریع. حالا من اول از همه یه نکته عرض بکنم، دوستانی که سوالی دارن لطفاً با دست به بنده اشاره کنن تا اجازه تا صحبتشو بفهمم. آقای رائی، من اگر اشکال نداشته باشه یک سوالی این وسط مطرح میکنم. جناب آقای نیستانی، چطور اول از همه هنر اعتراضی، حالا شما خودتون فرمودید تأثیر آنی بذاره، آیا این هنر اعتراضی به سمت احساسات گرایی کشیده میشه یا نمیشه، و آیا اصلا کلن توی اعتراضات باید اون عقل‌گرایی رو مد نظر قرار بدیم یا احساسات گرایی رو؟ من یه مقداری از قضیه، یه مقداری از ماجرا احساسات هست. احساسات که نمیشه حذف کرد، مثلا اینی که احساسات عقل رو به حاشیه نبره و خط بطلان بر عقل و منطق نکشه. من هنر اعتراضی درست رو هنری رو میدونم که اعتراضش مبنای عقلانی و عقلایی داشته باشه، حالا در شیوه بیان و شکل بیان میتونه احساسات رو هم به خرج بده اون هنر، ولی اساسش و شالودهش شالوده منطقی و مستدل یا لااقل اون فرد چنین چیزی براش قائل هست وقتی شروع میکنه به کار هنری. ولی بالاخره یه بخش از ماجرا همیشه احساسات بوده و این خطر که یا این احتمال که به سمت چی میگم، به اصطلاح اغراق یا مبالغه در احساس یا خارج از خط عقلانیت حرکت کردن هم میره، گهبوداری میره، اجتناب ناپذیر هست. ولی من فکر کنم همون که اول گفتم، مهم اینه که اصل اعتراض مبنای عقلانی داشته باشه. ممنونم. آقای رائی، در خدمت شما هستیم.
بله، با درود به آقای نیستانی گرامی و دوستان گرامی، خوشحالم که با شما جلسه داریم. سوال من این استش که من در ویکی‌پدیا خوندم که نوشته شما سال 89 گفتین که نمیخواهید گروهی رو دلخور کنید. منظور شما چیست؟ یعنی چی که کاریکاتورهای شما یعنی گروه خاصی رو در تحت انتقاد قرار نداده، یا اینکه منظور شما اصلا به گروه و فراتر از گروه ها و سازمان هست؟ منظورتون دقیقا چی بوده و چه نگاهی دارید به این جنبش، این جنبشی که الان شکل گسترده و دنباله دار گرفته؟ آیا این رو در حد اعتراض بررسی میکنید یا به نظر شما یه جنبشی هستش که سر به انقلاب میزنه؟ مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم. میدونین که ویکی‌پدیا برگرفته از این، خودش که نمیاد از آدم سوال جواب بکنه، برگرفته از مجموعه مصاحبه هایی هستش که درش صحبت های مطرح میشه که معمولا یه پس‌زمینه ای دارن، در یه پس‌زمینه اینها گفته میشن. به اضافه اینکه خود منم ممکن خیلی از ایده هام در طول این چند سال، منظورم از چند سال دو سه دهه است، تغییر کرده باشه نسبت به خیلی صادقه و طبیعی هم هست، برای اینکه ما در جامعه پر تناقض و پر مشکل زندگی میکنیم، با مسائل عجیب و غریبی بعضا روبرو میشیم که هیچ وقت پیش بینی نکردیم. لااقل خود من شدم، من تجربه که در سال 85 داشتم زندگی ما دستخوش تغییر کرد دیگه. یه سوء تعبیر و سوء برداشتی از یکی از کارهای من بود که توی صفحه کودکان ایران جمعه منتشر شد، یه بخش عجیبی از منازعات و دلگیری ها و سوء تفاهم ها در جامعه ایرانی رو بر من گشود که تا قبل از اون اصلا نمیدونستم و خبر نداشتم. یعنی میدونی بعد موضع گرفتن در برابر این دلخوری هایی که پیش میاد خیلی آدم رو به فکر وار میداره و خیلی سخت هستش. واکنش اولی اینه که آدم میگه خب من واقعا قصد رنجاندن کسی رو نداشتم. این داغ‌ترین چیزی که ابتدای امر پیش میاد بعد از همچون حادثه ای و واقعا هم همچنان همینطوری هستش. یعنی من فکر نکنم هیچ کارتونیستی ایدهش این باشه که بخواد بی خود و بی جهت قشر یا اقشاری رو بیازاره. میدونی حتی اگر این اتفاق میفته احتمالاً پشتش باید یه ایده‌ای باشه، یه فکری باشه، یه اندیشه‌ای باشه که چنین چیزی رو میطلبه، وگرنه و همین هم و همین در واقع احساس اولی رو هم به مرور من در من دستخوش تغییر و تحول شد. کم کم تغییر کردم، به این نتیجه رسیدم که به هر حال بخواهیم و نخواهیم کارتون و کاریکاتور و طنز به طور کلی اگر بخواد برا باشه و اگر بخواد تاثیرگذار باشه ناگزیر است از رنجاندن، ولی رنجاندنی که هدف خود رنجش نباشه، خود آزردن نباشه، بیان یه حقیقت یا یه مسئله واقعی یا یه مسئله کمک کننده باشه. و خیلی ها از روبرو شدن با واقعیت خیلی خوشحال نمیشن و احساس میکنن که مورد حمله قرار گرفتن دیگه. یا به عنوان مثال قداست زدایی کردن برای کسانی که اعتقاد به تقدس چیز یا چیزها یا مفاهیمی دارن امریست برخورنده، اونها به خودشون خواهند گرفت و خواهند رنجید، ولی خب چاره ای نیستش. قداست زدایی و تابو شکنی بخشی از فرایندیه و کاریه که طنز انجام میده، کارتون و کاریکاتور هم همینطور انجام میده. اینه که الان در حال حاضر از من بپرسید، من مشکلی ندارم با اینکه کارم ادعی رو برنجونه و ازش خوشحال نشن، چون گریزی نیست، اما ناراحتی جایی شکل میگیره که از کاری که از هدف دیگه ای داشته سوء بعد، یعنی تعبیر دیگه ای بشه، به خاطر دیگه ای ازش برنجن، اون وقت منو ناراحت میکنه. من دوستم به خاطر هدفی که داشته، به خاطر نیتی که داشتم واقعا این اتفاق بیفته. اگر من یه جایی نقدی به مذهب میکنم به عنوان مثال، خب عمد داشتم که این نقد رو مذهب بکنم، فرد مذهبی ممکنش بر بخوره، من با اون مشکل ندارم. من مشکلم سوء تعبیره، اینکه یه چیز دیگه برداشت بشه اساسا که به کار من ارتباط نداره.
و در مورد اتفاقاتی که داره در ایران شکل میگیره، هرچند این یه امر درباره سیاست نه درباره هنر، اینکه آیا داره انقلاب و تغییر ایجاد میشه یا نه، بنده هم به هیچ وجه پیشگو نیستم، ولی احساس میکنم که یک طوفان بزرگ شکل گرفته، یه اراده بزرگ در جریان هست و امیدوارم که این اراده بزرگ به تغییرات مثبت هم بیانجامه، نه اینکه الزاما حتما به تغییرات مثبت خواهد انجامید، ما کمکش بکنیم بلکه این اتفاق بیفته که نتیجه خوش و خوبی هم داشته باشه. ممنون. آیا نیسانی شما راجع به سوء تعبیر از آثار حالا هنری فرمودید، راجبش صحبت کردید، اتفاقا چطور میشه؟ یعنی یک هنرمند اگر از اثرش حالا توی یه جهت دیگه حتی سوء استفاده بشه، باید بیاد شفاف سازی بکنه؟ اصلا این کلن توی ذات رفتاری یک هنر و هنرمند هست یا خیر؟ حالا چون این نکته رو فهمیدید، خیلی سوال خوب، اینم یکی از چیزایی که در من به مرور تغییر کرده یا ایده‌هام راجبش عوض شده. به مرور به این نتیجه رسیدم کار خیلی صحیحی نیستش که مدام بخوایم بیایم و شفاف سازی کنیم و خودمون رو تبرئه بکنیم. باید یه سری چیزایی رو پیش فرض قرار بدیم و پیش قرار داد که هنرمند و آرتیست باید یه آزادی عملی داشته باشه در کارش تو حرفش رو بزنه. این مقام و ساحت هنر هست که تعویل بردار و تفسیر بردار هست، میدونید؟ یعنی هیچ رقمه نمیشه از تعابیر مختلف گریخت. هر کسی از ذهن خود یار این طرح نوشته، شعر نقاشی میشه و شاید تو در دلش چیزهایی پیدا بکنه که به ذهن خود آرتیست هنرمند نرسیده باشه. حالا مدام من باید خودم رو سنجاب بکنم بگم اینو منظورم بوده این منظورم نبود. من فکر میکنم تنها راهش اینه که ما نسبت به اثر هنری و نسبت به برداشت‌های خودمون یک مقدار انعطاف داشته باشیم، سعی سعد داشته باشیم و فرض رو به این قرار بزنیم که ممکنه که حتی تعبیری که من کردم تعبیر خوشایندی نباشه، اما الزاماً قاطعیت نداره، اون رو مساوی با قطعیت نپنداریم و سریعا دست به شلاق نشیم. ابراز عقیده هیچ مشکلی نداره، این رو میگیم آقا تعبیر من این بوده، نظر من این بوده، من فکر میکنم اینو داره میگه، میدونید، ولی این رو قطع ندونیم و بر اساس اون حکم صادر نکنیم، مخصوصا حکمی که میتونه به ضرر یا به یه تبعات منفی برای آرتیست و هنرمند بیانجامه که نتیجه نهاییش یه جور وحشت، ترس و خودسانسوری در آرتیست و هنرمند خواهد. ممنونم آقای نیسان. آقای رایی در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون از توضیحات خوب شما آقای نیسانی. من میخواستم، شما اگه اشتباه نکنم در فرانسه زندگی میکنید، بنابراین با کنقان شنه و شارلی ابدو آشنا هستید. مطلبی رو من در گذشته از مرحوم علی شریعتی خوندم که میگفت که توفیق، روزنامه توفیق رو در ایران بررسی میکرد و در اون مقالی که نوشته در این مورد نوشته که ایرانی ها خیلی توی طنز قوی هستن و این نمونهش هم همین توفیقه. یا سعدی رو مثال میزد که چگونه حساب اونایی رو که میخواد حسابشون رو برسه گذشته رو میبره توی آینده، حسابشون رو میرسه آینده رو میاره تو گذشته و با این جابجایی ها طرف بدون این که متوجه بشه چجوری خورده حسابشون میرسه. آیا حالا اینو گفتم به خاطر اینکه روش با هم دیگه فکر کنیم و شما به عنوان متخصص کاریکاتوریست در این زمینه بگین، چه لطف کنید برامون تجربیات خودتونو بگین، اینکه ما در چه زمینه‌هایی در زمینه طنز و مبارزه توانا هستیم، گذشته ما میشه روش حساب کرد و کجا کمبودهایی رو میبینید در مقایسه با هنر طنز و کاریکاتور در دنیای مدرن و اروپا. مرسی، خیلی ممنون. خواهش میکنم. بهتر از من میدونید که جامعه فرانسه
خب جامعه ایست بر مبنای لایسیته، بر مبنای دستاوردهایی که سالیان سال قبل به دست آوردن، جزو جوامعی هستش که در اون کفر، کفرگویی و بلاسفمی جرم محسوب نمیشه، یعنی دفاع میشه کاملا، لااقل تو قانون اساسی این قضیه تعبیه شده که کاملا دفاع میشه از حق آزادی بیان بر ضد تمام مراکز تجمع و تجمیع قدرت از جمله مذهب، سرمایه و هر چیزی. اینه که و سنت نقد و انتقاد هم اینجا خیلی بی‌تعارفه، مدل و جنس شوخی در فرانسه بسیار تند و حتی رکیک میتونه باشه و همه هم این رو پذیرفتن. یعنی شارلی ابدو که فرمودی یک طنز بسیار زمختی داره، این چیزی که در قالب شعارهای خیلی از تظاهرات کنندگان در ایران بیان میشه از الفاظ رکیک یا اینجور چیزها و خیلی و بحث اخلاق پیش میکشن، اینا توی خودشون حل کردن، از اینا هم استفاده میکنن، هیچ چیزی ندارن، یعنی هیچ محدودیت این شکلی برای خودشون قائل نیستن، خیلی راحت برخورد میکنن. اگه احساس میکنه که یه سیاستمدار داره حرف پرت بیراهی میگه، کارتونیست فرانسه، کارتونیست شارلی ابدو لااقل تو قبل از ماجرای ترور الان هم همچنان کم و بیش چرا هست، لااقل در این زمینه ها فرقی نکرده، تعارف نمی کنه، خیلی رکیک برخورد میکنه با اون سیاست مدار. ما یه مقدار فرهنگمون با تعارف عجین شده. اگه بخوام ایرادی بگیرم در مملکت خودمون، ما خیلی زیادی اهل تعارف هستیم، در حالی که جالبه که فرهنگ شوخی و شوخی سازی و جوک و مطایبه خیلی روک در ایران، خیلی رکیک حضور خودش رو به صورت زیرزمینی در کنار در جریان داره، ولی وقتی به سطح رسمی میخواد برسه یهو همه دچار عرق شرم میشن و دچار باید و نباید میشن و ترجیح میدن که همون حالت گمنام و بدون عنوان و غیر رسمی شو داشته باشه. یعنی مشکل وقتی که میخوایم وارد جریان اصلی و رسمی بکنیم، وگرنه انواع اقسام جوک ها و شوخی هایی که هیچ گونه نزاکت سیاسی درش رعایت نشده در ایران رایج هست، هم با هم رد و بدل میکنن و بهش میخندن و اصلا هم دلگیر نمیشن، هم جوک های قومیتی، هم جوک های جنسیتی، هم جوک های غیر آزاده. لیکن وقتی که اینا وارد و همینطور شوخی با قدرت وقتی وارد فضای رسمی میخواد بشه، فضای مطبوعاتی، فضای رسانه‌ای، فضایی که یه هویت مشخصی داره، اون وقته که همه اعصاب دست میشن، همه ذره بین به دست میگیرن و شروع میکنن مو رو از ماس کشیدن. یک جور دوگانگی شاید بشه گفت ما ازش داریم رنج میبریم در فرهنگ رسمی و غیر رسمیمون. و من یکی از چیزهایی که تو این من الزاما طرفدار رکیک بودن و به قول فرنگی و ولگر بودن نیستم، خودم هم شخصا اونقدر طرف این ماجرا نیستم، اما این فشاری که داره میاد توی جنبش اخیر که در این حال یه مقدار فاصله بین رسمی و غیر رسمی رو از بین ببره، این تعارفات رو از بین ببره، اون چیزی که زیرزمینی بوده و جریان داشته رو بیاره به سطح رو، میدونی، یعنی اون نقاب تظاهر رو پاره بکنه، من این رو تا حد زیادی ستایش میکنم و برتر میدونم. تمام اون نگرانی هایی که گفته میشه روی باز تولید سخنان جنسیت زده و خوشون نمیدونم فلان خوشوناده کلام اینا، اونا اون نگرانی رو میفهمم، ولی به نظر من برای جامعه ای مثل ایران که شدیداً درگیر تظاهر و درگیر تعارف و مؤدب نشون دادن خودش هست، در حالی که عمیقاً میدونه یه چیز دیگه جاریه، خیلی حرکت مثبتی این پاره کردن این نقاب ها، این حمله علیه نشانه های تعارف و نمیدونم سنت و اینا رو من بدم نمیاد. یکی از کاری هم که میتونه بهش کمک بکنه همین شوخی و طنز هست دیگه، استفاده از شوخی و طنز. ممنون آقای نیسانی. خانم بیدردی، من حالا دست خودم بالا نبرده بودم، دقیقا یه سوال داشتم. آقای نیسانی، همین رک بودن، این چیزی که در حال حاضر داره رواج پیدا میکنه،
باعث شکاف بین اقشار مختلف فرهنگی توی این راستای اعتراض یا انقلاب نمیشه؟ یعنی صرفا این جهتش مثبته یا نه گاهی وقتا میتونه یک سری جدایی ها ایجاد بکنه بین مردم؟ میتونه جدایی ایجاد بکنه، ولی به نظر من میارزه. به اعتقاد من اتحاد و همدلی که صرفا بر پایه دروغ گفتن به همدلی باشه اونقدر پایدار نخواهد بود. این بالاخره به جدایی خواهد انجامید. یعنی که این آدم ها همه خودشون رو در یک فرهنگ یکسان حل بکنن، فرهنگ رفتاری یکسان، در حالی در اصل این شکلی نیستن، به اعتقاد من یه پرده تزویر و دروغه. بالاخره چیز میشه، نمیتونیم ما مدام و مدام اون چیزی که هستیم رو روش سرپوش بگذاریم برای اینکه دیگری ببین. 5 تا آدم، 4 تا آدم، 2 نفر آدم هر کدوم یه روحیه، یه اخلاق، یه واکنشی دارن. البته سعی میکنن ملاحظه همدیگر بکنن، اما تا حدی که هویت و واقعیتشون در اون یکی حل نشه و مسخ نشن دیگه. وقتی به اون حد میرسه دیگه خودشون خودشون نیستن، دیگه من من نیستم، اون نیست. این هویت های فردی، این هویت اجتماعی هم به اعتقاد من اهمیت و ارزش داره. اینه که به نظر من باید بتونیم با حفظ هویت هامون این ائتلاف و این همدلی و این اتحاد رو همچنان داشته باشیم. شما دوست داری که اینجوری باشید، این شکلی باشید؟ من دوست ندارم، ولی همچنان هدف واحدی داریم، همچنان شهروند هستیم، همچنان با هم هستیم و به پیش میریم. خیلی خیلی ممنون خانم بیرجندی، در خدمت شما هستیم. ممنون آقای منیری. درود دارم خدمت همه دوستان و جوان نیستانی عزیز. من 2 تا سوال دارم، حالا یکیشو الان میپرسم و یکیشو بخش بعدی. جام نیستانی، من در واقع سوالم در مورد اینه که اولی که من کارهای شما رو میبینم، میتونم بگم تقریبا که نه خیلی بیشتر با موضوعات روز، یعنی در روز اگر مسئله حرفی چه حالا از دولت جمهوری اسلامی اتفاقاتی افتاده، کاریکاتور شما رو میبینم و دنبال میکنم. اما میخوام در مورد این قضیه در واقع اصطلاحا میگن عمام پراکنی، عمام یه همچین چیزی که میگن که بلای سبز، که الان به حال موضوع جدی هست، به یک اعتراض در هر صورت. حالا شاید بعضی اینو به فان میگیرن، ولی واقعا از نظر شخص خود من موضوع جدیه. میخواستم بدونم که آیا در این مورد شما بهش چجور نگاه میکنید و آیا در این مورد هم مثلا برنامه برای کاریکاتور دارید یا مخالف این قضیه هستید، یا به چه صورت نظر شما رو میخواستم بدونم در این مورد. من همینطوریشم یه کار کشیدم روش این قضیه، من مخالف نیستم، یه کار دیگه هم اتفاقا دارم میکشم. خیلی بحث متفاوت راجع به این ماجرا خوندم و دیدم، میدونم آره خیلی معتقد هستن که این یه جور حرمت شکنی هست، یا نمیدونم استدلالشون این هستش که خب بخشی از جامعه آخوند، دوست ندارم بگم روحانی چون من همچین صفتی قائل نیستم، من روحانی نمیفهمم، آخوند دیگه، مولا و آخوند، اینها بیازارن یا کاری ندارن، نباید اینا رو اذیت کرد و همه که اینجوری نیستن. ولی به نظر من این یه حرکت نمادینه، با بیشتر از اونم موافق نیستم. نهایتش یه تلنگر زدن و یه عمامه انداختن، نه اینکه خشونت دیگه ی آدم مرتکب بشه. من موافق خشونت نیستم ابتدا به ساکن، در مقام دفاع از خود و در داخل جنگ فرق. لیکن به هر حال باید بپذیریم که ما 40-45 سال هست که در یه سیستمی زندگی میکنیم که عمده جنایت ها و عمده لاپوشانی ها و عمده اتفاقات بد داره در قالب این لباس صورت میگیره، یا توجیه پیدا میکنه یا توجیه شرعی پیدا میکنه. مقام رهبری کشور دست آخونده، قوه قضایی دست آخونده، شریعت حاکم هستش، قوه قضایی ما بر اساس شرعشی و احکام آخوندها هستش، رئیسش آخوند هست. میدونید لباس آخوندی در کشور ما فقط یک لباس، یک سنف ساده نیست، یه معنی داره.
و من این حرکت رو، این حرکت بازیگوشانه رو برای انداختن این عمامه ها یک نشانه نمادین میدونم نسبت به این اتفاق که در این 40 سال افتاده، که یا در برابر ظلم همسنفان خودشون نسبت به ملت سکوت اختیار کردن بدنی عظیمشون، یا اینکه شریکش بودن، به نوعی بالاخره شریکش بودن. میدونی این من با این قضیه در حالت نمادی من خودشش مشکلی در واقع ندارم. به اعتقاد من حتی یه مقدار از این فراتر میرم، اگر من یه آخوند بودم این شرایط رو میدیدم که به اسم به این با این عنوان این لباس و این تنپوش چنین اتفاقاتی داره برای ملت میفته، حتی شاید موقتا هم شده، خودم رو خلل لباس میکردم و این علنا اعلام میکردم برای حمایت از مردم. چرا هیچ وقت همچین کاری نمیکنن؟ چرا واقعا یه قدم عملی این صنف بر نمیداره برای اینکه خودش رو جدا بکنه از این میزان جنایتی که داره به اسم این لباس انجام میشه؟ من اگر بودم شاید اصلا کلا این که لباس رو میذاشتم کنار، میومدم کنار مردم میایستادم، با مردم شروع میکردم اعتراض کردن. ولی یه مقدارشو، یه مقدار خیلی زیادشو باید به خود از خود همین صرف ببینیم، از چشم همین صرف ببینیم که این اتفاق داره میفته. مرسی. آیا سبزیان در خدمت شما هستیم؟ صدا نیست. آقای سبزیان صداتون رو نداریم، صدا وصله اما نه صداتون رو نداریم. حالا یک بار دیگه از یه طریق دیگه امتحان کنیم. ممنون میشم. مرجان خانم در خدمت شما هست. درود خدمت همه دوستانی که حضور دارن و آقای نیستانی. در مورد مسئله این فحشی های جنسیتی که مطرح شد، ببینید در این که حالا آدم ها خودشون باشن و تظاهر نکنن و اینها یه بحث دیگه است، ولی آقای نیستانی حالا من به عنوان یک زن دارم این موضوع رو عرض میکنم. واقعا ما زنها از اینکه بدنمون و اعضای بدنمون محمل فوش شعار تجاوز به عنوان اعمال قدرت باشه خسته شدیم. یعنی ما واقعا میخوایم که جامعه دست از سر بدن ما برداره. اینکه اگر در هر درگیری و در هر جایی که خشم انسان رو از استدلال تهی میکنه اعضای بدن ما رو وسط نکشن، و واقعا برای خود من به شخص فرق نمیکنه که اون اعضای بدنی که اعضای زنانه و خصوصی بدنی که داره اون وسط گذاشته میشه، عرضه میشه برای اینکه خشمشون رو خالی کنن بر علیه طرف مقابل، اعضای بدن منه یا اعضای بدن مادر خامنه ایه. من اینجوری بهش نگاه نمیکنم. من به این نگاه میکنم که بدن زن داره به عنوان ابزار اعمال قدرت استفاده میشه، و این نمونه کلامی اون تجاوزیه که برای ساکت کردن زن و برای اینکه اعضای خانواده، اعضای مرد خانواده زنانشون رو جلوشون رو بگیرن و نذارن بیرون برن، نذارن اعتراض کنن، این کار رو انجام میدن که به اون مردها بگن ما، یعنی به اموال شما، به ملک شما، به این زنی که در حکم زیر مالکیت شماست، تحت ملک شماست، تجاوز میکنیم، به دختر تو، به خواهر تو تجاوز میکنیم اگر تو جلوشو نگیری و این بیاد بیرون. خب این همین اعمال قدرت، همین وقتی تو سطح جامعه، تو در واقع انقلابی که از زن زندگی آزادی شروع بشه و بعد به سبزی پلو ماهی برسه، من خودم به شخصه به عنوان یک زن اذیت میشم. دوست دارم اون کسانی که الان میان و از صدای من به عنوان زن حمایت میکنن واقعا دست از سر بدن من بردارن. این هیچ همین افراد یه عدهشون همونایی هستن که همینجا توی اروپا وقتی نیلوفر فولادی و یکی دو نفر دیگه اعتراض اوریان کردن، همین انگهای جنسیتی رو به اونها هم چسبوندن. همینجا هم زن باز مالک بدن خودش نیست. این برای ما زنها آزار دهنده است آقای نیستانی.
این اتفاقا همون نقابه، این نقابیه که شما دارین میگین، این همین نقابیه که از اعضای بدن ما استفاده میکنن که این نقاب خشم، خشمشون رو که نمیتونن جور دیگه نشون بدن، اینجوری بروز بدن. و واقعا مثلا همون کاری که جمهوری اسلامی داره، من یادم زمانی که من دانشجو بودم و وقتی که اطلاعات سپاه منو گرفته بود، از تهمت‌های جنسی و جنسیتی استفاده میکرد برای سرکوب کردن من و خیلی از هم کلاسی و هم دانشگاهی‌های من. خب این کی باید، اگر الان که انقلاب زن زندگی آزادیه و این شعار جهانی شده و همه دنیا صدای ما زنان ایرانی رو شنیدن، اگر الان وقتش نیست که واقعا دست از سر بدن زن برداریم و بفهمیم که اعضای بدن اعضای بدنه، اعضای بدن اسلحه نیست، اینکه یه آقایی بگیره دستش رو حواله بده به این و اون، این روش اعتراض واقعا نیست. ما اینو الان نفهمیم کی باید بفهمیم؟ شما میتونین پاسخ منو بدین؟ من ممنون میشم از شما. نه خواهش میکنم. ببخشید آقای نیسانی، وسط کلامتون من میخوام یه نکته دیگه هم روی همین سوال خانم قربانی اضافه کنم که آیا توی فرانسه هم حالا با شناختی که داری دقیقا حالا فرمودید یک سری چیزهای، یک سری طنزهای حج و رکیک هست، آیا توی همین راستاست یا نه مثلا یه مقدار متفاوت تره؟ حالا در ادامه دقیقا صحبت های خانم قربانی. مرسی. در فرانسه خیلی خیلی تونده، میدونی این موج نزاکت سیاسی یا پولیتیکالی کارکنست مدتی که راه افتاده، از عمدتا هم از آمریکای شمالی و اون طرف ها راه افتاده، داره گسترش پیدا میکنه جاهای دیگه. اینجا اون بخش رادیکالش نه همچنان ملاحظه حرفاشو میزنه، تندم میزنه، میدونید فحاشی، من خیلی پاکسازی تو فحاشی نمیفهمم. شما یا باید فحاشی بکنی یا نباید فحاشی بکنی. من خودم سعی میکنم فحاشی نکنم، از فحش استفاده نکنم. وقتی استفاده میکنیم پاکسازی و فحش من خیلی نمیفهمم. از رکیک ترین چیزها استفاده میکنیم برای اینکه اون بار روانی رو همراه داشته باشه، ولی در عین حال نگرانی ها یا ناراحتی های دوست عزیزم کاملا متوجه میشم، میفهمم. من در مقام نیستم بخوام چنین پاسخی بدم. نظر شخصی من میتونه خیلی ناراحت کننده یا جنجال برانگیز باشه، به اعتقاد شما نمیدونم، برای اینکه من معتقد هستم که ما ناچاریم که تحملمون رو بالا ببریم. من فکر میکنم باید از کلمات و لغتها جنسیت زدایی بکنیم یا اون چیز رو فاصله رو ایجاد بکنیم، که همون که داخل ایران هم وقتی فحش میدن این آقایون نمیگن، خانم‌ها آقایون با هم دیگه میدن، یعنی این نیستش آقایون اینو استفاده بکنن سبزی پلو ماهی بگن. من دیدم همه خانم‌ها هم دارن میگن، برای اینکه مفهوم استفاده از اون بدن، اون بدن رو تو دست گرفتن چیز کردن نیستش، میدونی اون بار روانی که اون فحش در طول زمان پیدا کرده از ریشه‌اش. کما اینکه من وقتی فرض به حالا من نمیدونم، من مدافع فوش و فوش دادن نباید باشم، این یه بحث جدا از طنز و شوخی این چیزا هستش، نظر شخصی من فقط دارم میگم. تمام اینا بارها گفتم، من اگه دست کسی عصبانی بشم ممکنه بهش بگم عذر میخوام، شرمنده، میگم پدر سگ، در این که خیلی هم سرکار دوست دارم و اصلا معنیش این نیستش که میخوام به سگ توهین کنم، به سگ واقعا خیلی چیز بدیه. این یه فاصله ایه که لفظ به مرور زمان با ریشو منشأش پیدا کرده، با حساسیت به خرج دادن به نظر مشکلی حل نمیشه. ولی اون قسمتی رو میگیم که کسایی که نسبت به بدن زن و نمایشش توی این پرفورمنس ها واکنش نشون میدن، من کاملا موافق هستم. من جزو کسانی هستم همون وقتی این اتفاق افتاد گفتم مثلا به کسی ربطی نداره، هر کسی آزاد هستش به هر شیوهی که دوست داره اعتراض و مخالفت خودش رو بیان بکنه. اگه این افراد دلش خواست برهنش به اعتراض برهنه بکنه، من که ملت متنوعی هستم، متشکل از میلیون ها آدم با میلیون ها طرز و فکر و روش برخورد. ما که نمیتونیم چوب برداریم تک به تک اینا رو بزنیم اونجور که ما دوست داریم و فکر میکنیم درسته اینا اعتراض بکنن. من فکر کنم این شدنی نباشه. اینه که به
به نظرم باید آدم ها رو آزاد بذاریم تا حد زیادی که اونجور که میتونن اعتراضشون بیان بکنن و به اعتقادم باید دنبال این باشیم که حقوق رو در عالم واقع به درستی تقسیم بکنند، شأن همه در اجتماع نگه داشته بشه و خیلی به الفاظ اونقدر چیز نکنیم. من خیلی اعتقاد به پاکیزگی الفاظ ندارم. نمیدونم. ممنونم. نظر شخصی بود. من میدونم خیلی مخالف هستن. خیلی هم این بحث‌ها نیستش که با یکی دو جمله، یه پاراگراف، یه چیز نسخش پیچیده بشه. خیلی خیلی عمیق‌تر و پیچیده‌تر از این حرفا هست، خصوصا در جامعه‌ای که به شدت توش مردسالاری ریشه و تاریخ داشته، یه گروهی از جامعه همیشه قربانی بودن و قربانی حساس هست میدونیم، ولی در عین حال ما باید خیلی مواظب باشیم که قربانی بودنمون، من خودم میگم به عنوان یه شهروندی که مثلا قربانی تمامیت خواهی حکومت بوده ام، این حساسیتم پس فردا خودش تبدیل به یه مانع، به یه عامل سانسور، به یه عامل چیز نشه، عامل سرکوب نشه. آیه نیسای اصلا بحث این دقیقا اومدیم نظرات شخصی شما رو هم بشنویم، قرار نیست صرفا یک سری ایدئولوژی ها رو تعمیم یافته رو بشنویم. آیه صبری جان در خدمت شما هستیم، باز هم صداتون نیست متاسفانه. نه متاسفانه باز هم صداتون نیست. سبزیان از این کارتا درست کنش بنویسیم و زیر نویس نشون بدیم ما چی این هایی ندیده نمیشه. خانم محمودی در خدمت شما هستی. درود خدمت همه همکاران عزیزم و جناب نیستنی، خیلی خوشحالم که در اینجا میبینم اتون. من هم مثل همه ایرانی ها مخاطب شما هستم و خیلی وقتها کارهاتون به هم انرژی میده، خوشحالم میکنه، خنده به لبم میاره، انگیزه میده. خیلی چیزها رو شما میتونید خوب بشکنید، ساختارها رو خیلی خوب میتونید بشکنید و در این که ما در این جمع فردی رو در کنار خودمون داریم که میتونه در این جنبش با دو تا چند تا نقشی که روی کاغذ میزنه خیلی تاثیرگذار باشه شکی نداریم. و حساسیتی که خانم قربانی داشتن در خصوص بحث فوش و حالا نگاه شما، من میخوام یک جور دیگه بهش نگاه کنم و حالا یه من هم به عنوان یک فردی که خب فعال حقوق زنان و فعال حقوق بشر هستم همواره دلم درد میگیره که از بدن زن برای فحش استفاده میشه. ولی اگر ما برگردیم، یعنی یک ذره من احساس میکنم توی یه جاهایی میخوام هم حق به شما بدم هم به خانم قربانی، بخوایم واقع بین باشیم. آره ببینید یه ابزاریه، این بچه‌ها دارن توی کف خیابون ازش استفاده میکنن و این ابزاری که برای اعتراضشون استفاده میکنن و این فحش ها، این دقیقاً زبان جنسیت زده است و در بر میگرده به همون کلیشه ها، بر میگرده به این که یه چیزی وجود داره و اینها دارن به کار میبرنش. و در این شرایطی که ما داریم، این که بخوایم یک فوشی رو الان در حال حاضر، به خصوص چون من پژوهشم در مورد کلیشه ها بوده و میدونم کلیشه ها چقدر ریشه داره در زبان و چقدر تغییرش زبان بر هست، دقیقا موضوع جلسه در مورد زنان هست. یکی نوشته خب اوکی، مسئله زنانه و این انقلابی که ما جلوی روبون هست زنانه. و حالا من برمیگردم به خاطر کامنت دوستانم میگم که اینجا من فکر میکنم اون مسئولیت اجتماعی و نقشی که شما دارید برای تغییر دادن این ساختارها، برای شکوندنشون، برای فرهنگ سازی کردن خیلی شاید پررنگ باشه و خیلی مسئولیت بزرگیه و شما کاری که شاید ما با یه عالمه حرف زدن، یه عالمه نوشتن، یه عالمه فیلم ساختن نتونیم بکنیم، ولی شما با خلاقیتتون با چند تا حرکت میتونید انجام بدید. اینه که همه چیز رو جالب و جذاب میکنه و شاید توقعات رو نسبت به شما بالا میبره. نظر لطفتونه. نه من مقام معلم اخلاق بر خودم قائل نیستم به هیچ وجه. من احساس میکنم یه جور آموزش‌هایی هستش که ما بر سر مبانیش ممکن توافق نداشته باشیم. بعد اینکه من
یه سری چیزا رو شروع کنم آموزش دادن. من خیلی اهلش نیستم. به نظرم تفاوت نظرهای زیادی تو این زمینه وجود داره. هر کسی احساسات شخصی خودش رو به اشتراک بگذاره شاید بهتر باشه. نمیدونم. من نگاهم اینجوری هستش. من خیلی خیلی موافق نیستم. من معتقد هستم که ما باید سعی بکنیم که حساسیت هامون رو کمتر بکنیم نسبت به زبان و اجازه بدیم. اگر نمیدونم وقتی نمیدونم احساس میکنم این بحث داره یه جایی میره که من خیلی شاید درش اصلا تخصص و ورود نداشته باشم. ترجمه هم جایی که بهتر بلدم کار بکنم. خیلی بحث پیچیده یه خیلی بحث از سطح اصلا سواد من خارج هست واقعیتش. ممنون نیسانی. خانم قربانی، حالا آقای سبزیان رفتن بیرون و اومدن، من اگه اشکال نداشته باشه اول میکروفون رو بدم به ایشون تا چون صحبت بکنه. آقای سبزیان بفرمایید. امیدوارم صدا متاسفانه همچنان صداشون نه همچنان صداشون نیست. ببخشید. خانم قربانی در خدمت شما هست. بله، خب شراره جان من قبولی هستم بعضن. بعد شراره جان خب گفت دیگه خیلی صحبت ها رو که من دیگه جان. فقط من فکر کنم با این وضعیت یه راه حل برای ما زنا میمونه، اینکه ما هم بشینیم فوشای خودمون رو اختراع کنیم که از اون ور قضیه باشه. من کاملا موافق هستم. من اتفاقا من اینو خیلی موافقم، یعنی کاملا دو طرفه چیز باشه. ما چیزی حذف نکنیم، چیزی اضافه بکنیم. به جای اینکه چیز رو حذف بکنیم چیزی اضافه بکنیم، این تعادل برقرار بشه. کاملا با این قضیه موافقم. مرسی خانم جهان. من این حساسیت رو بزن یه خاطره یه چیزی رو بگم که تا کجا میخوام بگم مرزش کجاست. این حساسیت نشون دادن ها و این مراعات کردن ها حدش کجا تعیین میشه. من چند سال قبل برای آلبوم موسیقی که اسم پریود داشت یه اعتراضی بود، یه مردی یه آدمی رو کشیدم، یه کاراکتر بی‌هویت از این قیافه‌های بی‌هویتی که مو هم براش نمیذارم، داره عربده میکشه و جلوی دهنش یه نوار بهداشتی گذاشتن و این خون ازش چیز شده پس داده. مقدار زیادی من پیام دریافت کردن که شما چیکار به بدن ما دارین، شما چیکار به پریود شدن ما دارین، شما چیکار. من میخوام ببینم که یعنی تا کجا نمیشه به بدنهای همدیگه اشاره بکنیم و باید رعایت بکنیم. یعنی این نبایدها و نگوها و طرفش نروها حد و مرزش کجا هست، کجا تعریف میشه. این بر من خیلی مهم و اساسی است. من احساس میکنم که اینها یه جورایی مقدمات حذف و سانسور رو ایجاد میکنه و به وجود میاره. میدونم این نظر من شاید توی فضای امروز حتی توی دنیاش مقداری چیز باشه، یه مقداری گوشه رینگ باشه با افزایش بالهای قدرت کنسل کالچر و حذف و چه میدونم نزاکت سیاسی، ولی من احساس وحشت میکنم برای آزادی بیان، برای هنر و برای من احساس میکنم باید حساسیتامون رو کمتر بکنیم، باید حذف ها رو کمتر بکنیم، باید یه مقداری سیاست رو بیشتر بکنیم و سعی کنیم که کلمات رو از بار اتهامیشون خالی بکنیم، از این بار جنسیت زدهشون خالی بکنیم، لغت ها رو واژه ها رو. میدونی نمیدونم چجور بگم، ولی واژگان ما هر قدر تمیز بکنیم جاش چیزای دیگه بگذاریم، اگر اون ذهنیت جنسیت زده باشه دوباره واژگان تازه رو آلوده خواهد کرد. ممنونم آیه سبزیان. یک بار دیگه ما شما رو امتحان میکنیم، چون میدونم چند بار اومدید و رفتید. درود و وقت بخیر همه همکاران عزیز و آقای نیستانی عزیز. من اصخایی میکنم از همه همکاران، هی میرفتم هی میومدم اصخایی میکنم. من نمیدونم با مشکل از کارت صدای من. من خیلی خوشحالم که آقای نیستانی اینجا هستن و اینکه من همیشه کاراشون رو دنبال میکردم، خیلی هم دوست دارم کاراشون رو، ولی امروز فهمیدم طرز فکرشون هم دوست دارم، چون اینکه کارشون رو
و واقعا به خصوص کار آخری که حداقل توی خود دویچه وله من دیدم که نوشته بودید حالا مراقب باش طرف خشونت ایجاد نکنی، اینو من واقعا لذت میبرم، چون من یه اعتقادی دارم اصلا کاریکاتور یه میتونم بگم یه زبان بین الملل دیگه، لازم نیست طرف یه زبان خاصی رو بلد باشه، وقتی اون کاریکاتور رو بفهمه دیگه، حالا انگلیسی باشه، آلمانی باشه، فارس باشه، کرد باشه، لور باشه، هر زبانی هر قومیتی باشه میتونه اینو متوجه بشه. اما یه البته نمیتونم بگم سوال، ولی چیزی ذهنمو بد درگیر کرده آقای نستانی. من خب کارهایی که شما میزنید اکثرا برای خود ماست، یعنی البته کارهایی هم داشتید که خب میشه استفاده کرد، مثلا خارجی ها بیشتر میشه براش قابل فهم براشون، اما یه انتقاد نیست ولی یه پیشنهادم نیست، همین نظرمه. خیلی دوست داشتم این طرحهایی که واقعا میزنید بیشتر یه جوری باشه که مثلا این خارجی ها هم بفهمن. تو مثلا من بعد مثلا یه دونه طرح که میشتم نشون میدم به دوستان، مثلا تو دانشگاه جای دیگه، مثلا من بعد کلی توضیح بدم که مثلا ما اینجا این اتفاق افتاده اینجوری اینجوری، البته خب نمیشه عمل کاری که تو مسلما اونو نشون داد، اما نمیدونم. ولی واقعا دوست داشتم شما دارم آقای سبزیان، اون کارتونیست من هم شما کجا تشریف دارین، کدوم مملکت؟ من آلمانم. آلمان. این کاری که کارتونیست آلمانی میکشه شما متوجه میشین که چیه؟ نه دیگه قاعدتا دیگه، ولی خب من میخوام اینا بفهمن، من هدفم اینه که اینا بدونن. چرا اون کارتونیست آلمانی نمیخواد شما بفهمین که اون چی داره میگه؟ البته از برعکس هم که اون آلمانیه باید بفهمه. من میخوام اینم چرا ما وظیفه داریم که جهانی باشیم ولی اونا وظیفه ندارن که در قبال ما اینجوری باشن؟ من اینو نمیفهمم. جهانی بودن ما، من میخوام چرا جهانی بودن برای ما همیشه اینی که ما در جایگاه پایین‌تر قرار داریم و باید خودمون رو به دنیا چیز بکنیم، ولی اونا جاهاشون درسته و اینکه ما باید بریم بگیم. ببینید منظورم چیه، ما به عنوان مخاطب یه کاریکاتوریست آلمانی خودمون رو موظف می‌دونیم بریم راجع به جامعه آلمان اطلاعات جمع بکنیم، بفهمیم که اینا چی هست، چی اتفاقی تو جامعهشون میفته، بعد بفهمیم که کارتونیست چی میگه. ولی اونا همچین چیزی در قبال جامعه ما ندارن و کار ما باید جوری کشیده بشه که اونا خیلی راحت خودو برو تو گلو ماجرا رو بفهمن چیه. خب این به نظر من یه جور خودکمبینی و تبعیض توش داره، تو دلش داره به اعتقاد من. البته میفهمم حرف شما رو، من بخشی از کارهام رو که احساس میکنم مخاطب غیر ایرانی میتونه تاثیرگذار باشه به عنوان افکار عمومی جهانی، اونا رو سعی کردم یه جوری بکشم که هر کسی ببینه تقریبا بفهمه. مثل تأثیر کشورهای غربی، ارتباطاتشون با حکومت ایران در تجهیز کردن حکومت برای سرکوب و غیره، و نمیدونم قضیه نفت و اینکه بوی نفت رایحه خون رو در خودش چیز کرده، اون توی سر کاره یه جوری سعی کردم بکشم که حتی اون فرنگی، حالا فرانسوی، آلمانی، غیره غیره، اونا هم بتونن بفهمن. اما ریز ماجراها رو دلیلی نمیدونم، برای اینکه نمیشه به این راحتی، برای اینکه از دل یه جامعه پرتناقض میاد که همه چیش رو کار من نمیتونه یه طرفه بگه، که باید حتما یه سری پس‌زمینه هایی رو آدم بدونه که چه اتفاقی افتاده، چه ماجرایی پیش اومده، چی بوده چی نبوده. همین طوری که شما میفهمین چرخه خشونت برگرفته از یک مجموعه بحث و اتفاقات جامعه ایرانه توی قوا، بین قوا، اصلاح طلب فلان بیسار، خب اینو که نمیشه توی کار به این راحتی نشون داد. وقتی اینو ترجمه هم بکنیم نشونه یه مخاطب فرنگی بدیم، مخاطب نه فرنگی، غیر ایرانی، ولی جایی که از ایران خبر ندارن، لفظ رو اگه انگلیسی هم بخونه بفهمه و طرحا، شاید عمق ماجرا رو نفهمه چی، برای اینکه وضع کشیای سیاسی تو مملکت ما و بحث روزو که نمیدونه. اینی که کاری که من دارم میکنم کارتون ادیتوریال، مقدار زیادیش وابسته به اینه که شما بک‌گراند ماجرا رو بدونید، همونطور که اون کاری که اون آلمانیه داره میکنه، کارتونیست آلمانی داره انجام میده همینه، و توقعش اینه که شما از اخبار روز و جو روز جامعه آلمان خبر داشته باشید، همونطور که اون فرانسویش هم همینه. این ذات و خاصیت این کاره، کارش نمیشه که کار دیگه نمیشه بشه. من یه جمله بگم، شاید من دستم صحبت هم کرده باشم، اما در این مورد با تو موافقم،
ولی ببینید من نظرم، نظر شخصی من، حالا میگم شاید اشتباه باشه، شاید حالا یه جور دیگه شاید شما فکر کنید، اما من به نظرم تو وضعیتی هستیم، البته شما، من عرض کردم کارتون همیشه مورد ستایش قرار دادم چون واقعا مفهومیه و شخص باید بفهمه متوجه بشه، اما تو لحظه تو موقعیتی هستی به نظر من باید اینا متوجه بشن، یعنی اگرم نشن من یه جور انقدر توضیح به این میدم که بفهمه که این چی خبره تو کشور من، چون باید این بدونه. ببینید سیاست مداره خارجی که همه میدونن، یعنی هر کی بگه ندونه یا نمیدونن دروغ دارن میگه، ولی مردمشون اصلا نمیدونن. ببینید مردمشون مثلا طرف هنوز نمیدونه که ایران کجاست، یا اصلا به ایران فکر میکنه جنگ شده، مثلا یه کشوری بهش حمله کرده، مثلا هی به من میپرسن میگن کی به تو حمله کرد، یعنی بابا کسی به ما حمله نکرده، ما خودمون الان به خودمونیم، الان یه کسایی هستن که دارن حکومت اداره میکنن و اینا رو من دارم توضیح میدم و کاملا من با شما موافقم. و در مورد کاریکاتور آلمانی هم گفتیم، من همین امروز یه کاریکاتور دیدم از یه حالا اثر چه شخصی بود نمیدونم که الان نوشته بود 2022 زنا دارن مثلا آتیش میزنن و همه جا بک‌گراندش مسجد بود، یه طرف اومده بود زده بود دوشلن یا همون جرمنی آلمان 2022، مثلا زده بود یک شخصی مثلا با لباسای عربی با دو تا خانمی که حالا کاملا از این لباسایی که حالا نمیدونم اسمش چیه اگه اشتباه بگم، که مثلا همه پشتش هم مثلا برگرانی کلیسا بود. خب مثلا من چون اینجا زندگی میکنم میفهمم، متوجه میشم، ولی مثلا اینو بری به یکی نشون بدی خب 100% متوجه نمیشه. من کاملا با شما موافقم، ولی خب باز فقط نظرم. مرسی. ممنون آیه سبزیان. حالا همون روبنده، دقیقا اون کاریکاتور رو دیدم، اون خانوما با تمام آره با روبنده هستن، دقیقا عکسشون توی آلمان دقیقا نشون داده میشه که اونها دارن آزاد میشن، الان داره آلمان داره شبیه اونجا میشه. من حالا اتفاقا در ادامه صحبت آقای نیستانی، البته دوستان خیلی هاشون دستشون بالاست، اینو نگه دارید گوشه ذهنتون اگر امکانش هست، اینکه فرمودید شما نبا، یعنی چرا باید ما خودمون رو اثبات کنیم به دیگران، واقعا یه جورایی این ماجرای تبعیضی که فرمودید نسبت به کشورهای اروپایی، که حالا چرا من این که کارتونیست، من نوعی که کارتونیست ایرانی هستم، چرا باید یک جوری معرفی کنم خودم رو اثبات بکنم که همه بفهمن، اما اونها اصلا همچین سعی نمی کنن. اتفاقا یه مسئله پیش میاره که مخاطب کارتون ها دقیقا تا چه حدی شما مثلا مد نظرتون قرار میدید. من نمیخوام حق دیگران رو ضایع کنم، اگر اشکال نداشته باشه آقای نیستانی اجازه بدین اول دوستان سوالاشون رو بپرسن، این گوشه ذهنتون داشته باشید که حالا شاید دوستان هم همین سوال مطرح کنن. ممنون میشم. خانم جهانبین در خدمت شما هستیم. خیلی ممنونم. من سلام عرض میکنم به همه دوستان و خوشحالم که آقای نیستانی رو دوباره در جمع خودمون میبینم. من از حضورتون یه سوالی داشتم. با توجه به اینکه خب بحث در مورد هنر اعتراضی هستش، توی این اعتراض و این انقلابی که در حال حاضر توی ایران داره اتفاق میفته، نقش دانشجوها به خصوص دانشجوهای رشته هنر توی دانشگاه‌های هنر شهرهای سراسر ایران خیلی پررنگه و خیلی کارهای متفاوتی داریم ازشون میبینیم، مثلا دیوار نویسی هایی که انجام میدن، هنرهای نمایشی که انجام میدن، حالا تصویرسازی کوتاه یا اون صحنه سازی های کوتاهی که انجام میدن که مثلا چند نفره با لباس خونین کف زمین میخوابن، یا مثلا ما میبینیم یه لباس خونالودی از سقف آویزون پایینش رو با سنگ بستن. به هر حال خیلی کارهای متفاوتی داریم میبینیم، رقص هایی که انجام میدن، آغوش مهربانی که شاهدش هستیم. حالا میخواستم ببینم که به نظر شما چه کار بیشتری میشه انجام داد، یا جای چه کار هنر اعتراضی و خالی احساس میکنین از طرف حالا به خصوص دانشجوهای هنر یا حتی مردمی که به هر حال دستی به هنر دارن. مرسی. سوالای سخت، سوالای خیلی خوبیه، خیلی سخته. من خیلی چیزای جذاب و فوق العاده این چند وقته دیدم، اینقدر بمباران تصویر و کلیپ و اینا شدیم، یعنی ذهن من خودم یه نفر که حتی شبام اگه نگم خوابش رو میبینم، حتی لحظات کوتاهی که وسط خواب از خواب میپرم دوباره این تصویرها و این اتفاقا میاد تو ذهنم. یه بمباران عجیبی از این اخبار اتفاقات تصاویر شدیم که تمرکز کردن رو
و یادآوری مجدد رو برامو سخت کرده، برای من یکی خیلی سخت کرده. خیلی کاری فوق‌العاده دیدم که در لحظه شدیداً برای من تاثیرگذار بوده و مطمئنم اگر در اون محلی که اجرا شده رد می‌شدم و می‌دیدم شاید هیچ وقتم فراموشش نمی‌کردم، ولی خب چون به صورت تصویرهای گذرای اینستاگرامی می‌بینمشون در کنار مابقی ممکنه که تحت تاثیر قرار، تحت شعاع قرار بگیرم یا تو ذهن من توی همدیگه محو بشن و خیلی الان موردی به یادم نیاد که بخوام بگم. خیلی کارهای همین، یه سری چیز دیدم که همین کاری که برای خدا نور لجعی کردم، خودشون رو میبستن روی پایه‌های اون عکسش رو تداعی میکردم، به نظرم خیلی جذاب بود. کار دیگه‌ای، کار خیلی فوق‌العاده‌ای شد انجام شد، دستای خونه‌ای که به در دیوار می‌زدم، خیلیشون هم از همین دانشکده هنر بود، دانشکده‌های هنر بود، جای مختلفی اتفاق می‌افتاد، خیلی خلاقانه بود. به نظر من دانشجویان عالی بودند، یعنی نمیتونم بگم جای چیزی رو من در کارهای اونا خالی دیدم، عالی بودند. از اون امکاناتی که داشتند، از اون هنرشون، از اون خلاقیتشون تو الان بسیار خوب استفاده کردن، در کنار اعتراضات مداومی که هر روزه جریان داشته و هیچ وقت تعطیلش نکردن، با وجود سرکوب، با وجودی که حمله شده گربه نازی، با وجودی که همه آشای گربان ببخش، با وجودی که حمله شده بهشون، به خوابگاه‌هاشون، زندان شدن، نمیدونم سرکوب شدن، اما همچنان دارن ادامه میدن، تحسین برانگیز هستن. این بخشی که خوب شد که اینو فرمود، این بخشی که من احساس میکنم هنوز اونطور که باید از هنرشون استفاده نکردن و خیلی میتونن موثرتر باشن، هنرمندان حرفه‌ای تر هستن. میدونید من هر از گاهی به عنوان مثال عرض میکنم آقای محمد عمرانی از تئاتری های خیلی خوب ما و رادیویی های فوق العاده ما یه کلیپ ساده 40 ثانیه ای توی ماشینش ثبت میکنه، از امکاناتی که داره، اون قدرت کلامی که داره، اون لحنی که داره، اون تجربه تئاتری که داره، معلومه متناش هم کار میکنه و قبلش می‌نویسه اون متن کوتاه، از همه اینا استفاده میکنه برای ساختن یه کلیپ 40 ثانیه یه دقیقه که فوق العاده تاثیرگذاره. هر کدوم از اینا رو من میبینم واقعا تنم مورمور میشه، یعنی یه قوت قلب عجیبی پیدا میکنم. اونطور که به دوربین نگاه میکنه، اونطور که با لحنش بازی میکنه و حرف میزنه، اونطور که از اون تمثیل ها تو متنش استفاده میکنه که آره ما دستمون خیلی خوبه، اونا فقط سربازن، چهار تا بیبی، چهار تا سربازا مقابل چهار تا بیبی شانسی ندارن، فوق العاده است. میدونید این یه نمونه کوچیکیه از یه هنرمند که خیلی هم میدونی مثل من نیستش که رگبار کار، حالا من کارم کارتون ادیتوریال هر روز دارم کار میکنم، یه بخشی از ذات کارمه، ولی اینجوری هم نیست، خیلی کم کار، ولی همون کارهایی که میکنه بدون اینکه توش دستپاچگی باشه، بدون اینکه توش خیلی سر و صدای عجیب و غریبی بکنه و خیلی جنجالی بخواد به راه بندازه، از همون امکاناتش استفاده میکنه تو اون یه دقیقه ها فوق‌العاده. ما تئاترهای درجه یک، حالا داخل ایران شرایط خیلی سخته، خارج از ایران هنرمندان تئاتر و سینمای خوب کم داریم، تئاترهای خوب کم داریم، نمیتونن چنین حرکتهایی انجام بدن. میدونن که چقدر میتونه همین کلیپ‌های کوتاه، این خلاقیت‌های 30-40 ثانیه‌ای با امکانات کم، با همون موبایلی که دارن، با چیزی که دارن، چقدر میتونه در ارتباطشون، در حمایتشون از جریان داخل ایران تأثیر بگذاره. یه بخشش به این متاسفانه این کمبود یه بخشش متاسفانه به این برمیگرده که خیلی از هنرمندان ما اساسا این رو مبارزه نمیدونن، این کارها رو احساس میکنن که اینا تزیینات و مبارزه فقط اینکه بری تو خیابون شعار بدی و نمیدونم تعقیب و گریز با پلیس بکنی، که بالاخره یه بخش از ماجرا هست، ولی اونی هم که توی کف خیابونه بالاخره بعدن میاد نگاه میکنه این کارهای پشتیبانی و مکمل، این مبارزه این چنین بهش قوت قلب و روحیه میده. دیدن آدمایی که سواد دارن، شعور دارن، هنر دارن، پتانسیل های بالا دارن، دارن اینو حمایتش میکنن، بهش قوت قلب میده. و من احساس میکنم در این زمینه
هنوز خیلی میشه کار که خیلی ها هستن که میتونن کار کنن و کمک کنن. متنای کوتاه، حتی کسی که داخل ایران هستن، نمایشنامه نویسه عالی که ما داخل کشور داریم، شاید داخل کشور نتونن علنن، متنای کوتاه میتونن بنویسن بدن به کسی که خارج هستن، دانشجویی که خارج هستن، اونا اجرا بکنن یه چیزی رو، یه چیز کوتاهی رو که بشه وایرال کرد، پخش کرد، بخشی از این مبارزه شد. این چیزی که به ذهن من میرسه، یعنی اگه من فکر میکنم مثل اون کاری که آقای عمرانی میکرد، حالا به شکل‌های دیگه، اون سیستم خودش رو کشف کرده، بدعت کرده و کشف کرده و خیلی خوب داره اجراش میکنه، نه اینکه از اون تقلید بکنیم. هر کسی اگه میتونست همچین چیزی پیدا کنه تو اندکی کمک میکنه به این حرکت، عالی میشه. ممنون نیستانی. آقای رایی در خدمت شما هستیم. بله خیلی ممنون، من میکروفونم یه لحظه گیر کرد. من از صحبت‌های شما آقای نیستانی اینجوری میفهمم که شما نگرانی برای آزادی بیان، موقعی که میگم آزادی بیان همین کاریکاتور رو هم جزوش میدونم، آزادی بیان دارین که آیا مطلق در نظرش بگیریم یا یه جاهایی براش محدودیت قائل بشیم. اگر حالا جنبه عملیشو بذاریم کنار، جنبه تئوریکشو که در نظر بگیریم، در فرانسه آزادی بیان مطلق نیست، یه جاهایی لازمه که توجه کنیم. مثلا به عنوان مثال نمیشه کشتار جنوسید علیه یهودی ها در جنگ جهانی دوم رو اینو برداشت کاریکاتورش کرد مثلا، یا برداشت این رو روش اما و اگر گذاشت. اما هر در جامعه امریکا آزادی بیان رو مطلق حساب میکنن، حالا از تئوریک میگم، از نظر عملی نمیگم، حتی میشه فوش و بدبی رو هم داد. بنابراین بحث شما رو من موقعی که گوش میکنم، شما این مسئله رو میخواید بگید که درسته که مثلا خانم مرجان میگن که بدن زن رو بر میدارن یه عده‌ای بازیشه میکنن، اما شما میگید من میتونم از همین با استفاده از همین بدن زن هم حقی از زنها رو توضیح بدم، بنابراین کلیشه‌ای برخورد کلیشه‌ای رو رد میکنید. آیا درست فهمیدم؟ بله کما بیش همین که میفرمایید، به اضافه این که درسته که فرانسه چنین قانون داره که روی خیلی مانور میکنن، که همینو فقط مثال میزنن. مورد دیگه که من تو فرانسه ندیدم غیر از ماجرای جنوساید و هولوکاست دیگه، اونم به خاطر اینکه یه اصل تاریخیه به عنوان تحریف تاریخ، به خاطر اون اتفاقی که خیلی هم ازش نگذشتن نظر اینا و ممکنه تکرار بشه، اینا روش چیز دارم. ولی اگه همونه، ولی من با اونم مشکل دارم، اگه اونم بهانه بشه که ما اساسا نتونیم هیچ صحبتی راجع به مذهب و روش یهودیت بزنیم و بگیم، یعنی همچین بهانه ایجاد بکنیم، پوری با ما انگ آنتیسمیتیسم بزنن یا ضدیت با فلان و بیسار بزنن، من با اونم مشکل پیدا خواهم کرد. اونم نباید مانع بشه، یعنی حتی اونم به اعتقاد من یه تاریخ مصرف و یه زمانی داره، و ابد نمیتونیم یه چیزی رو محدود بکنیم. نمیدونم، ولی لااقل این رو مشخص کنم. آمریکا یه ظاهرا نامحدوده، اتفاقا بیشتر محدودیت داره. یعنی شما یه لغزش کلامی داشته باشین، سریع نهادهای اجتماعی همه شما رو بایکوت میکنن، کلا چیز میشین، کنسل میشین و نابود میشین. میدونین اون به من به نظرم ترسناکتر و بدتره، یعنی اون میزان خودسانسوری که در آدمو ایجاد میکنه میتونه وحشتناک‌تر باشه. من این مورد فرانسه رو که یه مورد مشخص کرده که قانون ذکر شده و اونم تازه کلی شرایط داره که واقعا اجرایی بشه و اثبات بشه که شما ضدیت با هولوکاست کردی، یعنی هم به این راحتی نیستش که تو حرفی بزنی بنوزن زندان، چیزی که تو ایران خیلی جلوه دادن از حکومتی، اونم تازه شرایط خودش رو داره و انقدر چیز نیست. اینو من ترجیح میدم تا اینکه به نظر بیاد که نه آزادی هست، شما نظرت هم بدی، ولی برداشت های مختلف و کلیشه ها غیره سریش محکومتون بکنن به خاطر یه لفظ، یه کلمه، یه چیز، و بعدم شما رو بایکوتت بکنن و حذف معنوی بشید. این چیزی من خیلی نگران میکنم، میترسونه. میگم سر و ته این چیزا رو آدم نمیفهمه، اینکه کجا قراره که ماجرا
قطع بشه و شما آزاد هستی و شما نمیتونی بترسی و میدونی وقتی ملت رو حساس میکنی نسبت به کلمه ها، نسبت به الفاظ، عادت میکنن هر جو ببینن احساس بکنن که یه کار مجرمانه این صورت گرفته. اون وقت من اگه یه رمان بنویسم یه شخصیت فحاش داشته باشه و از این لغت هم استفاده بکنه، خود من رو ممکنه مجرم قلمداد بکنن که از این الفاظ چرا استفاده کردی، اینا تابوه. خب این شخصیت من میطلبه که این الفاظ رو بگه، این کار من میطلبه که این چیزا توش داشته باشه، میدون. یعنی اون وقت چون طرف فقط سنسوراش عادت داده شده، من از این وحشت دارم، از این آموزش های یک سوی ساز که اسم آموزش هم روش میگذارم، از رسانه ها میدم و فقط یه سری تابوهای جدید توی ذهن ها ایجاد میکنه، یعنی سنسورها رو عادت میده به جای اینکه عادت بده ذهن ها رو به اینکه فکر بکنن به پس زمینه، به اینکه کجا داره این استفاده میشه، به اینکه چه چیزی داره ازش استخراج میشه، به اینکه چه مفهومی واقعا داره میرسونه، چه کاری داره، چه کار کردی. و نه، صرف اینکه این لفظ به کار رفته این یه تابو است و تو مجرم هستی که از این استفاده کردی، یا تو کار بدی کردی، یا تو به اون فرهنگ در واقع تشدید کردی، اون ضد فرهنگو. اینقدر راحت نمیشه قضاوت کرد. گاهی اوقات مورد به مورد باید راجبش فکر کرد و نظر داد و صحبت کرد و گفتگو کرد. حساس کردن اذهان به لغات، به الفاظ و به چیزها جلوی فکر کردنشون رو میگیره و عادتشون میده به سطحی نگری. بله، در واقع شما با همین همینطوری خودتون توضیح دادیم، با تابو سازی ها مخالفین، با مقدس سازی ها مخالفین، دوست داریم که جامعه شهروندار رو جامعه از تقدس اندازی ها میدونین در واقع و برخورد های استروتیپ کلیشه ای رو رد میکنین. در رابطه با توضیح شما و طرز تفکر شما میشه گفت این خانومای اوکراینی که آمدن و خودشون بالاتنی خودشون رو لخ کردن با عنوان اعتراض رو مثال زد که اینها با این کار نخواستن که سکسیسم رو بندازن، خواستن اعتراض خودشون رو به این وسیله نشون بدن. و حالا ممکنه یه کسی این برداشت غلط میکنه از این ذهن خودشه، ولی در من ذهن خودم کاملا باید آزادی داشته باشه که بعد این کارو بکنه. من کاملا موافقم، من چیزی ندارم. من معتقد نیستم که همه باید، این یه روش بیانی هست، بعضی انتخابش میکنن و از بدنشون استفاده میکنن که این پیغام رو برسونن. من کاملا با این قضیه موافقم. بله، همون موقعی هم که این خانم با بالاتنی لخت میامدن و اعتراض میکردن، خیلی ها همین بحثایی رو که ما داریم میکنیم تو فرانسه و حالا جای من تو فرانسه رو میدونم شد. اما علاوه بر توضیح شما در مورد اون مثال ژنوسید یهودی ها، موقعی که ترور در واقع محل شارلی ابدو به وجود اومد، مصاحبه هایی که توی تلویزیون ها می شد، رئیس اون یعنی اون سردبیر شارلی ابدو یه توضیح دیگه هم داد که شاید به درد این بحث ما بخوره. او گفت ما موقعی که یه پیامبری رو برمی داریم کاریکاتورش می کنیم، پیامبر که الان وجود نداره که من بخوام بگم شخصیتش رو خرد کردم، که همین الان من دیفامیشن یا در واقع بخوام یک کسی رو اتهام ناجور مردانه به یک شخصیت فعلی وارد کنم، اینو شما میتونی به محاکمه ببری ببینی که این در واقع ترور شخصیت هست یا نیست. اون سمبول تاریخی رو لازمه بررسی کنیم، مثل همه چیز، همه بررسی های تاریخی که میکنیم که به زندگی انسان رب داریم. اما من بحث خانم مرجان رو اینجا میخوام بازش کنم، چون دیروز این بحث رو ما داشتیم و اون، حالا من اینو میخونم، این این برداشتی رو که شده میخونم، بعد نظر شما رو میخوام. و اون مسئله بازیش قرار دادن زن هست و بنابراین موقعی داریم از اعتراض صحبت میکنیم به این مفهوم کلان لازم توجه کنیم. حالا در توراتی که تحریف شده، من میگم تورات به خاطر اینکه این مذاهب بعدش هم همون کارهای تکرار کردن، اومدن گفتن در مرحله اول مرد آفریده شد و او هم از آغاز در آزمایش دانش و خرد موفق شد. در مرحله دوم زن آفریده شد و او مسئول گناه آدم گشت، میوه ممنوعه را او به آدم خوراند. در مرحله سوم زن نفرین شد
خدا به زن گفت زحمت تو را افزون می کنم، زحمت بارداری و زاییدن در درد تو را خواهد بود، و از آنجا که در زن قوه شهوت فعال است، کتاب او گفت هوس و شهوت تو را به سوی شوهرت می کشاند و شوهر بر تو مسلط می شود. خواستم این رو بگم، ببینید مسئله موضوع کلانه، یعنی در واقع ما اگر مبدأ تبعیض رو یا یکی از مبدأهای اساسی تبعیض رو قرار بگیریم، مسئله زن هستش و بنابراین حساسیت خانوما بر روی این تبعیضها مهم هست. بنابراین این هنر اعتراض یا این هنر کاریکاتور یا این هنری که میخواد التفات ها رو توجه ها رو جلب بکنه به این مفهوم کلان چگونه میتونه رابطه تنگاتنگ برقرار کنه، و مطلب بعدی رو هم مطرح میکنم که دوباره دست بلند نکنم، و اون این هستش که فکر میکنم مرحوم شاملو این مسئله رو مطرح کرد. هنرمند لازمه در رابطه تنگاتنگ با جامعه خودش باقی بمانه، و بنابراین موقعی که جلای وطن میکنه یه کمبودهایی رو براش وجود میاد. آیا شما این فکر رو قبول دارین، یا اینکه فکر میکنید با دیگه جهانی شدن ارتباطات این مشکل تا میزان زیادی حل شده؟ مرسی، خیلی ممنون. بدون شک تغییر فضای کاری و افزوده شدن فضای سایبر و اینترنت تغییر داده خیلی از مفاهیم رو، یعنی نمیشه کاملا اتکا کرد به صحبت روشنفکر عزیز و محترم خود بنده در 30 سال پیش و 40 سال پیش. من نمیدونم اگه آقای شاملو الان زنده بودن، متولد شده بودن، با نسل جدید رشد کرده بودن، چه نظرهایی میتونستن داشته باشن، ولی مفهوم خیلی از مفاهیم تغییر کرده. البته همچنان وطن مهمه برای من، یعنی من فکر کنم حرکت اخیرم نشون داده که وطن و میهن همچنان مهمه، مرز مشترک و فرهنگ مشترک و زبان یا زبانهای مشترک داشتن با هم دیگه مهمه، و لااقل هنوز برای من این، یعنی نمیتونم ادعا بکنم که فرانسوی که دارم الان از جغرافیایی نزدیک زندگی میکنم برام فرقی نداره و همون اندازه که ایرانی که هزاران کیلومتر فاصله داره. نه، من هنوز احساس همدلیم با هموطنم خیلی بیشتره، به خاطر ریشه های مشترکمون، به خاطر تجربیات مشترک، به خاطر تمام اون چیزی که فرهنگ و مفهوم میهن و ملت رو ساخته دیده. اینه که هنوز برای این مفاهیم من ارزش قائل هستم و به نظرم اهمیت خودشون رو دارند، اما ساز و کارش خیلی تفاوت کرده با 30-40 سال پیش، که اگر توی مملکت خودت زندگی میکردی فقط در ارتباط با جریانات و اتفاقات بودی. به هر حال اینترنت باعث شده که فاصله های مقدار معنیش عوض بشه و تغییر بکنه. الان به صورتی هستش که شما میتوانید در یکی از محلات پایتخت زندگی بکنید و به خاطر مسئله اینترنت در ایران نفهمید که دو تا خیابون اونورتر چه اتفاقی داره میفته، در حالی که بنده این ور دنیا میدونم با تصویر با مدرک و سند میدونم که چه اتفاقی داره میفته. میدونی، یعنی حتی ممکنه از یه شهروندی که تو اون فضا داره زندگی میکنه یه چیزایی بیشتر بدونم که لطف ماجرای اینترنت. یعنی اینترنت باعث شده که ما خیلی 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 ارتباط، شیوه ارتباطمون، شیوه اطلاع گیریمون از هم دیگه، شیوه در جریان امور بودنمون تغییر گسترش پیدا بکنه یا با 30 سال قبل فرق بکنه. به اضافه این که به عنوان آرتیست عرض میکنم، به عنوان کارتونیست ادیتوریال که اصلا میدونید یه جوری حیات من، حیات کاری من در واقع وابسته است به اخباری که تو وابسته است به منابع داخل ایران وجود دارن، من بسیار مدیون اینترنت هستم. 30-40 سال قبل یه کارتونیست مطبوعاتی وقتی که تبعید میشد و می اومد توی کشوری مثل آلمان، فرانسه، انگلیس، عملا ارتباطش رو کامل از دست میداد با ایران، یعنی هیچ راه ارتباطی نداشت. اگه مثل بنده سن بالا می اومد و تنبل بود، استعدادم نداشت در زبان یاد گرفتن یا به هر حال در ارتباط با فرهنگ میزبان، اون رو هم به دست نمی آورد، کاملا ایزوله میشد، کاملا در واقع جدا افتاده میشد، و این جدا افتادگی یواش یواش به مرگ
معنویش حتی می انجامید، خواه ناخواه، یا حتی مرگ فیزیکی دق می کردن. ما داریم نمونه هایی داریم از آرتیست ها هنرمنده که اینطوری قضیه فقط تنفس کردن هوای وطن و به صورت مالیدن خاک وطن و توتی های چشم کردن نیست، مسئله در جریان ارتباطات و روابط قرار گرفتن هم هست. یه بخش از این ماجرا رو اینترنت پوشش داده، نمیگم همش رو، خیلی چیزا رو واقعا نیاز داره که ما هوا رو تنفس بکنیم، در جریان روزمره آدم ها باشی، خیلی میتونه کمک کنه که کار آدم گوشت و پوست بهتر و جزئیات بهتری پیدا بکنه. ولی این بضاعتیه که من دارم به عنوان یه کارتونیست در تبعید، این امکاناتی که من در اختیار دارم و سعی میکنم تا اونجایی که میشه ازش استفاده کنم. حتما اگر داخل ایران بودم با روزا تاکسی سوار میشدم، نمیدونم تو خیابون حرکت میکردم، بانک میرفتم، این من صحبت میکردم، محاوره روزمره رو در جریانش بودم، حتما تاثیر میذاشه، جوری دیگه شاید دیالوگ مینوشتم تو کارم، اگر کارم دیالوگ داره، یا فضاها رو جوری دیگه شاید تصویر میکردم، نمیدونم، حتما تاثیراتی میذاره. ولی سعی میکنم حالا که اونو ندارم یه جوری دیگه جبرانش بکنم، یه شکل دیگه ای از همین امکان اینترنتی هم که دارم و قدیم نبود استفاده کنم تا یه ذره این نقص رو پر بکنم دیگه. همین یکی از یه بار توی جمعی یکی از دوستان اینو به من گفتش، نشستی بود، ازم پرسید که بکنم غلام حسین ساعدی زنده یاد رو مثال زد که ایشون گفتم بدون هوای وطن میمیرند و متاسفانه دق کردم مردن، شما چطور زنده ایش توی مایا گذاشت چه زنده ای تو؟ من معذرت خواستم، گفتم ببخشید من بدون هوای وطن تونستم زنده بمونم تو الان، عذر میخوام. آدما البته با هم دیگه روحیاتشون متفاوت هست، هر کسی یه چیزی داره دیگه، یه روحیه و منش شخصی هم داره، بعضی احساساتی تر هستن، بعضیا قدرت تطبیقشون با شرایط بیشتر هست، بعضیا نه. چیزی که میتونم بگم اینه که شاید به خاطر اینکه من در خود مملکت هم عمدتاً خیلی معاشرتی نبودم و زندگیم توی اتاق خلاصه میشد و کاغذهایی که روش کار میکردم و کامپیوتری که باش با اینترنت با دنیا وصل بودم، همونا انتقال دادم به کشورهای مختلف، این به من یه مقدار کمک کرد. اما در مورد سوال اول که سخت‌تر بود، اون نگاه کلان رو داشتن، این از اون چیزایی که من لااقل من یکی براش فرمول خاصی ندارم، نمیتونم ارائه بکنم. یه ایده های کلی دارم، یه چیزای باور دارم، یه برابری هایی، یه عدالت هایی، سعی میکنم جهت کلیم به اون سمت باشه در کارهام، سلیقه کلی من مشخص هست، توی کارم رعایت میکنم توی چیز، ولی نه الزاماً تک جزئیات این مجموعه که دارم تو کار من میبینم همش در همون جهت. من براینده برای من مهمتر هستش، میدونید که این براینده در اون مسیر حرکت بکنه، در اون مسیر کلانی که شما میفرمایید و اون یه سویه مساوات طلبانه و انسانی قرار داشته باشه. ممنون آیه نیستانی. خانم محبودی در خدمت شما هست. مرسی از اینکه مجدد به من اجازه دادید که صحبت کنم. من توی صحبت هایی که خود جناب نیستانی داشتن خواستم دوستشم این تیکه رو باز کنم، اتفاقا یه ذره کمک کنم. ببینید، ما مبارزه در زبان این شکلیه که وقتی در زبان یه کلمه ای هست که یه ارزش پایینی به رفتار میده، مثال میزنیم سلیطه، فاحشه مثلا برای زنان، اصلا توی مبارزات زن، توی همین مبارزات فمینیستی در یک زمانی اینها اومدن از این کلمه استفاده کردن برای اینکه نشون بدن به اون کسی که تو قدرته که اصلا زبان تو، ارزش داوری های تو برای من اهمیتی نداره، من دقیقا همونم. یعنی این میشه مبارزه در زبان و این یکی از اون لایه‌هاییه که ما میتونیم بهش نگاه کنیم. و یا شاید اون چیزی که من دریافت کردم توی یک تیکه از کلمه‌های شما در مبارزتون
در کاری که دارید انجام میدین، در کارتون هایی که دارید میکشید، حالا این میخواد قانون باشه، این میخواد سنت باشه، این میخواد عرف باشه، این میخواد کلیشه باشه، هر چیزی میتونه باشه، شما میتونید این رو در اون شکلی که دارید میکشید بشکنیدش. این چیزی بود که من دریافت کردم، میتونید کامنت بذارید که حالا درست یا غلط، ولی اینجا من باز میگم یه سمت تحت ظلم بوده، فردی مثل شما میتونه بیاد یه ذره کمک کنه. اون فحشایی بود که مرجان شما گفتید میشه اصلا فحش بسازیم، میشه این کارو این بار انجام بدیم، میشه یه ذره این بار یه حرکت هایی بزنیم که حداقل توی این مورد هم بتونیم اون مساوات یا برابری، البته اونم باز سلیقه شماست و اختیار شماست و هنر شماست دیگه. من ترجیحم اینه که اصلا خیلی نرم سر سمت ادبیات بولگر رو، خیلی خوشم نمیاد، ولی نمیگم نباشه یا، ولی به قول شما میفهمم، میشه اینکه فقط یه سمت و یه طرف باشه رو چیز کرد، چیزایی بهش افسود یا یه جور دیگه، ولی من اون چیزی که دارم میگم، شما البته من شکی ندارم سوادتون و مطالعاتون توی این زمینه خیلی بیشتر از من بدونشه، ولی اون چیزی که به عقل ناقص من میرسه، من میبینم وقتی شما ذهنیتتون، من نوعی ذهنیتم یه ذهنیت مسمومی هست، یه ذهنیت جنسیت زده هست، هر کاری بکنم، هر لفظی اینجا بذارم، هر لفظی رو حذف بکنم، چیزی که جاش بذارم، بعد از این مدت هم کار کرده پیدا کنم، همون که واقعا اتفاق افتاد. یعنی میگفتن که آقا برای همجنسگراها فلان لفظ اون لفظ خیلی چیز رکیکی داره دیگه، اینو نگی، به جاش بگید فلان، به جاش بگید دگر باش، حالا اونم رجبش هزار تا چیز شد که بگید همجنسگرا و دگر باش چی 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 اینا، بگید دگر باش. بسیار خوب. بعد از اون مدت یکی از آقایون کارگردان سینما گفتش آقا جشنواره فیلم کن مال دگر باش هست، جوری از این لفظ دگر باش استفاده کرد که هیچ فرقی نداشت، یعنی عملا فرقی با اون لفظ چیز نداشت. این اتفاق میفته، یعنی شما سلیطه‌را استفاده نکنید، جاش بگی خانوم عزیز، اما اون ذهنیت پشت اون باشه، بعد از یه مدت خانوم عزیز همون کارکرد سلیطه رو پیدا میکنه. من به شما قول میدم دگر باش همون معنی پیدا میکنه، همجنس گرا همون معنی پیدا میکنه، یعنی یه چیزی داره دیگه، یعنی این تلاش بیوقفه برای پاکسازی کردن زبان و کلام به این شکل، به صورت حذفیش دارم عرض میکنم، من فکر نکنم خیلی بتونه نتیجه بده، باید یه جوری اینا رو فاقد معانی و احساس اولیه شد. اگر من یه چیزو بگم، تو همین فحاشی هایی که میکنن، اگر فقط آقایون استفادهش میکردن توی این جمع هایی که صورت میگیره، من حتما مخالفت میکردم، ولی چون یه جمع ترکیبی هست، اصلا انگار جنسیت زدایی شده از این کلمه، فقط اون فوش بودنش مهم هستش، من میگم اوکی، این دارن یه جور ابراز احساسات میکنن، میدونی، یعنی مسئله این نیستش یه گروهی داره یه چیزی رو تعیین میکنه، یه سری نرم تعیین میکنه، یه سری ناهنجار به عنوان هنجار که حالا باید مطابق اینا پیش بریم، همچنان تو بدنت مال من هست و تو فلان هستی بیسار هستی، نه میدونی، ولی انتخاب سلیقه شخصی من که توی اینستاگرام میبینی کما بیش، حتی اگر استوری انتخاب میکنم، من نمیگم نگن و نباشه، اینجوری من تدریس نمیکنم اخلاقیات رو، ولی انتخابایی که میکنم برای اینکه نمایشمون بذارم خیلی سبزی پول و ماهی نیستش، من بیشتر کار دانشجوهای هنرها رو، دانشکده هنر رو که دوستان اشاره کردم میذارم، بیشتر منو جلب میکنه، نمیدونم شعارهای دیگر رو میذارم، یه چیزای دیگر رو پروموت میکنم توی صفحه خودم، خیلی برخورد سلبی ندارم، برای اینکه معتقدم که فایده ای نمی کنه، یعنی چوب خطکش برداریم بگیم اینو بگو نگو، حتی میتونه دافعه ایجاد بکنه توی مخاطب کم سال و جوان و نوجوان، باید یه جور هوشمندانه تری اون چیزی که میخوایم رو، اون چیزی که احساس میکنیم درسته، اون مفاهیم رو انتقال بدیم. ممنونم نیستانی. خانم قبولی در خدمت شما هست. بله، من خواستم بگم شراره جان، حالا اگر آقای نیستانی رو میخواید تو زحمت نندازی، من خودم پایم که بشنیم یه لغتنامه کلیشه برعکس بنویسیم از همه این چیزا،
ولی ببینید، مسئله سانسور کردن و سلب آزادی بیان نیست. مسئله اینه که اتفاقا همین فوشایی که داره استفاده میشه، همین به خاطر اینه که خود بدن زن هنوز تابوه، چون تابوه ازش به عنوان فوش استفاده میشه. اگه بدن زن طبیعی باشه، نه اون اعتراض اوریان باش برخورد میشه، نه از بدن زن به عنوان فوش استفاده میشه. چیزی که آقای رایی الان در مورد صحبت کردن در مورد زنان اوکراینی، اگر یک زنی سینه های خودش رو برهنه میکنه، این اگه بخوایم به عمق مسئله نگاه کنیم، اصلا سینه که اصلا ارگان جنسی نیست. یعنی مثلا سینه من با سینه مرد که فرقی نداره، ولی همیشه سینه بدبخت زن محکوم بوده به اینکه باید حداقل دیگه مثلا تا بالاخره یه جاش باید پوشیده باشه. و خب این اعتراض به اینه که چرا عضو بدن من که دقیقا مثل عضو بدن مرده و هیچ فرقی نداره و اصلا اندام جنسی نیست، باید توسط جامعه پوشیده بشه. این چیزیه که میبینیم حتی توی کشورهای خیلی، حالا حتی توی امریکا، توی حتی فیلم‌ها، توی هم آثار هنری و همه چی میبینیم که به هر حال یه جوری اینا میپوشن. کل سینه زن رو هیچ وقت نمیدن، در صورتی که کل سینه زن دقیقا مثل کل سینه مرده. من خیلی رک دارم صحبت میکنم الان، برای من پیام میاد که مرجان دهن تو ببند، ولی ببخشید. ولی خب اون زن داره اعتراض میکنه، چرا؟ چون بدن زن باید ازش تابوزدایی بشه و طبیعی، چون طبیعی هست و این طبیعی بودنش قبول کنه جامعه. مسئله سانسور نیست. و الان اینجا نوشتم موضوع جلسه حق اعتراض. خب منم دارم اعتراض میکنم دیگه، میدونی؟ و اعتراض دقیقا بحث ما همین اعتراضه که الان صحبت من اینه که اعتراض به این که چرا بدن زن که طبیعیه ابزار فوش باید بشه و ابزار اعمال قدرت باید بشه. مسئله رو اون اعمال قدرت کردن است، وگرنه شما بیا اعضای بدن رو در حالت طبیعی خودش اسمشو ببر، کسی مشکلی نداره، در حالت طبیعی خودش هزار جور چیز اعتراضی میشه ازش درست کرد. یا مثلا همون سکس رو، چرا مثلا سکس که یک عمل طبیعیه باید به عنوان حمله و جنگ و اون هم از موضع قدرتی که یک مرد داره به عضو زن یک خانواده یه مرد دیگه از طریق سکس مثلا داره ابراز قدرت میکنه، حالا حتی توی فوش. و اینا فقط اعتراضه. و من با این در اینجا با آقای نیستانی موافقم تا حدودی که اگر ایجابی عمل بکنیم و واقعا کلیشه برعکس استفاده بکنیم، شاید بهتر جواب بگیم، به خاطر اینکه کلمات قدرت دارن و زمانی که اون کلمه رو علیه شما استفاده میکنن، اگه خودت دوباره ازش استفاده بکنی به صورت کلیشه برعکس، قدرت رو از اون کلمه میگیری. من یه همکلاسی داشتم توی دانشگاه که با یکی دوتا از دوست پسراش که به هم زده بود، همه میچرخیدن تو دانشگاه و پسره دیگه اگه بهش پیشنهاد میدادن میگفت نه، بهش میگفتن تو مثلا بیب. و این برگش آخر دیگه واقعا وقتی خسته شد گفت من آره اینم، ولی به تو بیب، یعنی به تو نه. و همین باعث شد که دیگه با این لفظ اینو مورد حمله قرار ندن. این هر دوت، این اصلا نه زبان پاکیزه شد در این مثالی که من برای شما زدم، نه کسی تلاش کرد سانسور کنه، نه تلاش کرد زبان رو پاکیزه کنه. بحث استفاده از همون زبان هست، حالا چه پاکیزش چه ناپاکیزش واقعا فرقی نداره. شما میتونی همون کلمه دگرباش رو هم با در واقع حالت دیگه استفاده بکنیم. ببخشید من انگار که زیاد صحبت کردم، من همینجا تمام میکنم. من کاملا با حرف شما موافق هستم. من در این زمینه هیچ زاویه با حرف شما ندارم، کاملا تایید میکنم. به نظر مخالف تمام این برخوردهای ملامتگر و سرزنشگر این چنینی هستم. امروز دیدم یکی از افرادی خیلی هم در جنبش و حرکت پرطرفدار یه استوری زده بود، من معمولا استوریش رو بازنشر میکنم، این که نکردم چون دوست نداشتم. من نوشته بود یک سری راه افتادن توی خیابان‌های تهران، آرایش های غلیظ میکنن و با لباس های آنچنانی میپوشن،
اینا پرستوهای حکومتی هستن که نشون بدن زنای ایران لختی و میخوان اینجوری و فلان میسار. من خیلی خوشم نیومد از این صحبت ایندن، برای اینکه حق پوشاک ملت و ظاهرشون رو اینجوری زیر سوال برده بود، انگار هر کی چیزه. خب یه طرف دوست داره آرایش رو غلیظ بکنه، طرف دوست داره لباس سبک بپوشه. اینو به عنوان تابو شما بگیرید، یعنی یه جور به اون انگاره‌های تبعیض آمیز دامن زدید یا تاییدشون کردید. خود من کاملا مخالف این قضیه هستم. یعنی من فکر نمی‌کنم که، یعنی اگر جامعه ما به این حد نرسیده باشه که متوجه بشه که نباید در حریم شخصی دیگران دخالت بکنه، در پوشاک دیگران دخالت بکنه، یعنی در واقع به حد تغییرات بنیادین اساسی نرسیده. من امیدوارم که رسیده باشه و نیاز نباشه که ما همدیگر رو گول بزنیم. حق مالکیت آدم‌ها به بدن خودشون، به لباس خودشون، به پوشاک خودشون، اینکه آرایش بکنن، اینکه آرایش نکنن، این حق شخصی اونا هستش، باید محترم شمرده بشه. من کاری به اون دوست مسلمانی که دوست داره حجاب سرش بکنه تو خیابون بیاد و کاملا پوشیده باشه، به اون کاری ندارم. اون حق شخصیش هست. ممکن من مخالفش باشم، مخالف دینش هم باشم، اینم علنا میگم، خودم سانسور نخواهم کرد. با فلسفه حجاب اختیاریش هم حتی با کل حجاب ممکنه مشکل داشته باشم، اینو میگم، ولی نمیرم روسریش رو از سرش بکشم، نمیرم آزارش بدم. و بالعکس احتمالا ما میخوایم به همین سمت بریم که مسالمت آمیز بتونیم کنار همدیگه زندگی بکنیم. یکی از نیازهاش اینه که سرمون رو کار داخل حریم شخصی دیگران نکنیم و حق مالکیت افراد به بدنشون و تنشون و وجودشون رو به رسمیت بشماریم، خصوصا نسبت به زنها که بدون شک حداقل چندین ده هست که زیر پا گذاشته شده این قضیه. ممنون آقای نیستانی. آقا مهران، حالا من فامیلتون رو نمیدونم، در خدمت شما هستیم. سلام عرض ادب و احترام خدمت شما و تمام دوستان و اساتید ارجمند. صدای من رو دارید جناب منیر عزیز؟ بله صداتون. اگه اشتباه نکنم، من افتخار اینو نداشتم که از اول جلسه خدمتتون باشم. موضوع جلسه که هنر اعتراضی هست، من پرسیدم از دوستان، فرمودن که بیشتر حلوش اینه که خب چرا خواسته دشنام رد و بدل میشه و چرا بیشتر از اعضای بدن زن استفاده میشه. این موضوع حول این دو محور بود، درست میگم من؟ خیر، این یک بخشی از در خصوص هنر اعتراضی هست و در خصوص خاصه هنر اعتراضی، درسته؟ بله بله، شما سوالتون کلا راجع به هنر اعتراضی، هر سوالی دارید میتونید مطرح کنید. خواهش می‌کنم. من یه نظر داشتم در این خصوص، حالا خاصه در خصوص اون رد و بدل شدن الفاظم، یه توضیح کوچیک و نظر خودم و خدمتتون میگم که وقتی که تو یک جامعه ای مردم از راه‌های نرمال و هنجارهای پذیرفته شده تر در جامعه برای اعتراضشون نتونن استفاده کنن، میان رو به هنرهای انتزاعی یا هم هنرهای آبستره میارن. کمایی که ما توی اروپا هم دیدیم این قضیه رو که بعد از جنگ جهانی دوم بود، که حالا خود آقای نیستانی از اساتید هنر هستن تا قطع برن و جناب رای و دوستان، که هنرهای اعتراضی توی سبکای مختلف نقاشی مثل سبکای سورئالیسم، داداییسم یا فوویسم به وجود اومد و این که اصلا کلمه فووی به معنای حیوان وحشی بود در واقع. و خیلی طبیعی هست که الان مردم توی کشور ما بیان و اعتراضاتشون رو، حالا اگه میخوان به صورت شعر بیان کنن که خودش یکی از المانهای هنری هست، از الفاظ رکیک استفاده کنن. خب من یه مثال خدمتتون میزنم، استفاده از این الفاظ و استفاده از اعتراض هنر به عنوان اعتراض ریشه در تاریخ ما هم دارد. کما اینکه شما توی شاهنامه فردوسی میبینید که توی اون هجونامه شاهنامه فردوسی، وقتی که فردوسی اون به جای سکه های طلا نقره رو دریافت میکنه، میاد و یک بیت شعر میگه که پرستارزاده نیاید به کار، اگر چند باشد پدر شهریار. منظور فردوسی این نبوده که سلطان محمود حالا پرستارزاده است به پرستار توهین کنه، بلکه منظورش این بوده که فرزند یک پرستار در مقام فرزند یک پرستار میتونه به جامعه خدمت کنه و نه در مقام یک پادشاه.
و حتی توی خود شاهنامه فردوسی هم ما شعری رو داریم که نه در سرش رگ و نه در تنش مغز چو طوس فرومایه پیشم چه سگ. یعنی اونجا هم این الفاظ رکیک استفاده شده. پس در هنر اعتراضی زمانی که ما نتونیم از هنجارهای پذیرفته شده و نرمال استفاده کنیم، کما اینکه توی اعتراضای قبلی ما مردممون هیچ وقت توی اعتراضاشون از این الفاظ استفاده نمی‌کردن، همیشه اعتراضی که داشتن به بهترین نحو گفتمان و دیسکورس توی کشور انجام میدادن. و من یه مثال دیگه هم که میزنم، خب فریدون فرخزادی که از نمادهایی هست که همه میدونن توی قدرت بیان، توی بحث ادبیات از انسان‌های بسیار فرهیخته بود، و همین فریدون فرخزاد وقتی که بعد از انقلاب مجبور شد از ایران فرار کنه، توی یکی از سخنرانی‌هاش اون هم از الفاظ بد استفاده کرد. یا شعر ناصر اجتهاد، شعر ببخشید بس که این ملت خر است، که سال 1358 سروده شد. پس ما نمیتونیم این رو در حقیقت بیایم متصل کنیم به این قضیه که از حالا کسی سوء استفاده شده، از جنس خاصی سوء استفاده شده، کما اینکه در هنر شعر، هنر نقاشی، هنر مجسمه سازی در تمام دنیا بعد از اون فجایع جنگ جهانی دوم ما شاهد خیلی از ضد هنجارهایی توی بحث هنر بودیم که با نرم ها و نرمال های گفتمان بشری متفاوت بوده. من خیلی ممنونم که این وقت رو در اختیار من قرار دادید. ممنونم. سکا خانم انصاری نژاد، البته حالا نمیدونم سوالی که مطرح نشه، من متوجه نشدم که آقای نیستانی بخوان، آقای نیستانی میخواین صحبتی اضافه کنید به مطلب ایشون؟ نه، یه مقدار این بحث به نظرم رفته به حاشیه، برای اینکه شعار دادن توی تجمعات اونقدر، حالا نمیگم بی ربطه به هنر اعتراضی، میتونه هنر اعتراضی هم با فرهنگ عام و با الفاظ اینا سر کار داشته باشه، از اون استفاده بکنه، ولی یه مقداری خب سمجد. من اتفاقا حالا ببخشید خانم انصاری، من اول یه حالا من به قول معروف خودم این سوال توی ذهنم بود و آماده کرده بودم من این سوال مطرح کنم بعد به سوال شما برسیم. جناب نیستانی، اتفاقا حالا بحث هنر اعتراضیه، آیا مردم باید نسبت به هنرمندا متوقع باشن که همراه با جریانات فکری حالا اکثریت حتما عکس العمل نشون بدن، یا نه هنرمند میتونه خودش مستقل عمل بکنه و حتی مثلا بر اساس مصالح شخصی یا منفعت‌های شخصی بخواد نسبت به یک سری وقایع اجتماعی واکنش نشون بده؟ حالا این رو اگر بفرمایید ممنون میشم. خیلی به این دوگانه قائل نیستم، برای اینکه مسلمه یه طرفش سنگین تره دیگه، اینکه منافع شخصیشو ترجیح بده. من هیچ شهروندی به نظرم نباید منافع شخصیشو ترجیح بده، نه فقط هنرمند. اون دوگانه‌ای که معمولا میذارن اینکه آیا هنرمند میتونه هنرش رو عاری از سیاست بدون تجریدی و انتزاعی کار بکنه، یا یعنی اینکه حتما باید هنرش سیاسی باشه. اینو بیشتر چیز میکنن، راجبش صحبت میکنن. به عنوان شهروند من اعتقاد دارم که ماها همگی مسئول هستیم، باید یه واکنشی بدیم، میدونی، یعنی به هر شکلی، به هر جوری که میتونیم، اگر به طرقی سخت است و ریسک و هزینش خیلی زیاد میشه، خصوصا در دوره هایی که اصناف رو سرکوب کردن، چون باید در قالب یه صنف و گروه باشه که فرد به خطر نیفته دیگه، تکی با مقابل حکومت یه نفر هستی، خب آره زوری نداری، یه چیزی میگی و دخلتو میارن، فشار بهت میارن، اعتراف اجباری ازت میگیرن، ولی در قالب اصناف که صورت میگه، حالا که اونا نیستش، وقتی تعداد اعتراضات که بیشتر میشه و کنار هم قرار میگیره، همون حالا کم و بیش پیدا میکنه، ولی خب یه سری این وسط باید شجاع‌تر باشن و پی برخوردها رو به تن بمالن تا دیگران رو تشجیع کنن که به این جمع بپیوندن، یه گروه بسازن. این مسئولیت اجتماعی آرتیسته. اما اینکه تو کاری که انجام میده خودش رو جلوه بده یا نه، من همچین اعتقادی ندارم که حتما باید اینطور باشه، اما ربطی به نظر من نداره، مردم توقع خودشون رو دارن. یعنی ما بگیم که نباید باشه یا باید باشه، مردم به هر حال متوقع هستن و یه بخش زیادی از این توقع از اینجا در میاد که اون فضاهای لازم، اون فضاهای اجتماعی لازم، اون فضاهای رسانه‌ای لازم، اون فضاهای سیاسی لازم که صدای خودشون رو در اون منعکس ببینن رو مردم نمی‌بینن و ندارن،
میدونی نه حزبی وجود داره، نه صنفی وجود داره، نه رأی‌گیری واقعی و غیر فرمایشی وجود داره، هیچ روشی، نه رسانه‌ای وجود داره که اینا بتونن خودشون توش ببینن، نه رسانه خصوصی وجود داره، همش دست خود حکومته. صدا و سیما کاملا مال حکومته، ما شبکه خصوصی نداریم، نشریات همینطور. یعنی بخش خیلی خیلی کمی از جامعه، اصلا مشکل از اینجا آغاز شده که بخش خیلی خیلی کمی از جامعه خودشون رو توی تریبون‌ها میتونن پیدا کنن، تریبون‌های رسمی و غیر رسمی کشور میتونن پیدا کنن. یه بخش عمده‌ای از ملت نیستن، وجود انگار ندارن، در حالی که هستن، یعنی واقعا وجود دارن ولی در رسانه‌ها، تریبون‌ها نیستن. اینه که در چنین موقعیت‌هایی هم که یه حرکت اعتراضی، یه انقلاب، یه خیزش راه می‌افته، کاملا سانسور میشه، میخوان اینو ببینن یه جایی. میدونی یکی از اقشاری که ازشون توقع دارن در این همچین موقعیتی هنرمندان هستن که بالاخره یه ابزاری دارن که این دیده میشه، یا نه فقط هنرمندان، مشاهیر، اون ورزشکاری که مخاطب زیاد داره، اون نمیدونم، یعنی الزاما هنرمند هم نیست، هر کسی که تریبونی داره و پشتوانه مردمی داره، علاقه‌مندان مردمی داره، این علاقه‌مندان توقع دارن که لااقل تو این فضای بسته یه جوری صدای اینها باشه، یه جوری جبران بکنه این ماجرا. چقدر این حالا دیگه این توقع هست، بخوایم نخوایم این توقع وجود داره و هست. من فکر میکنم ولی نمیشه این رو وظیفه کرد، یعنی نمیشه که کسی رو موظف کرد که تو آرتیست هستی، تو باید الان یه کار اعتراضی بسازی یا انجام بدی. اگر بخواد تکلیف بشه، خب کسی که کار وظیفه و تکلیف انجام میده، من فکر نکنم واقعا از دلش و از اون چیزی که فکر میکنه توش مایه بذاره دیگه، قراره رفع تکلیف بکنه. من فکر میکنم که ما باید این حساسیت رو گسترش بدیم، همونطور که من از دوستان هنرمند و آرتیستی که از من خیلی خیلی بهتر هستن و خیلی سابقه بیشتری دارن در زمینه تئاتر و سینما، اینو درخواست کردم که بی تفاوت نباشن، سعی کنن از این هنر خودشون رو استفاده کنن برای اینکه چیزی بسازن، با مردم همراهی بکنن، در این مبارزه شرکت بکنن. در این حال این رو نمیشه به این آرتیست یقشون تک به تک گرفت و موظفشون که تو باید این کارو بکنی، باید احساس بکنن، باید این ماجرا رو، این ماجرا باید از درونشون بیاد تا واقعا تأثیر بگذاره، تا حالت رفع تکلیف پیدا نکنه، تا اون چیزی که باید باشه اینه که باید تشویق بکنیم که مسئولیت بیشتری بپذیرن در قبال اتفاقات، ولی فکر نکنم تحقیل و موظف کردن روش درستی باشه تو این زمین. ممنون. حالا اتفاقا این دوباره یک سوال دیگه مطرح شد توی ذهنم، من حالا عدد فکر کنم زمانمونم خیلی اجازه نده. خانم انصاری نژاد در خدمت شما هستیم. من اولا که سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان گرامی. میدونم که بحث امروز راجع به هنر اعتراضی هست، هر یه سری مباحثی مطرح شد در مورد فحاشی و استفاده از فحش و ناسزا در این خیزش اخیر مردم ایران، بخواستم نظرمو در این مورد بگم و ارجاش بدم به بحث تاریخی، حالا به صورت خیلی کوتاه. ببینید، همه ما میدونیم که زبان فارسی زبان ادب هست و این رو میتونیم با مراجعه به متون ادبی گذشته و متون کلاسیک متوجه بشیم. و ببینید، این فحاشی از زمانی به وجود اومد که، یعنی تا از زمانی که نارضایتی هایی به وجود اومد. حالا اون زمان که بود، از دوران ساسانی ها بود. و چرا این اتفاق افتاد؟ اعراب حمله کردند و به خاطر تخریب ایرانیا اومدن کلمه ساسانی رو مترادف دونستن با کلمه گدا. حالا اینکه چرا در زبان فارسی زنان مورد بمباران کلامی قرار میگیرن با فحش و ناسزا، به این دلیل هست که جامعه ما یه جامعه مذهب زده هست و مذهب اصولا زن رو جنس دوم میدونه و یه کالا میدونه. برای همین از زنها استفاده میشه برای توهین و تحقیر از اندامهای بدن زن، این دلیلش هست. در مورد هنر، ببینید، هنر تا یه جایی توی تاریخ، هنر یه وسیله‌ای بود برای خلق و بیان زیبایی، ولی از یه زمانی به بعد هنر استفاده شد برای نشون دادن اعتراض. از همون موقع هنر اعتراضی به وجود اومد
و خب الان روش های خیلی مختلفی وجود داره برای بیان اعتراض. الان گفته شد که چرا زنها توی این انقلاب اخیر میان فحاشی میکنن و حالا با این کار به خودشون توهین میکنن. دلیلش این هست که ببینید وقتی یه خیزشی صورت میگیره، وقتی یه خشم به وجود میاد، مردم میان از هر وسیله استفاده میکنن برای بیان خشم خودشون و تو اون بین حالا هیچ خانومی به این فکر نمیکنه که الان این فحاشی کردن دیگه توهین هست به خودش. و اینکه ببینید آقای رایی صحبتی کردن در مورد اینکه حالا مثلا وقتی که ما یه کاریکاتور میکشیم از پیامبر اسلام، این مثلا توهین به اون شخص نیست، چرا که اون شخص الان دیگه وجود نداره. به نظر من این توهین به اون شخص نیست، توهین به راه و روش اون شخص هست، چرا که مثلا اون شخص الان پیروان خیلی زیادی داره. آقای ماینا نیستانی اشاره کردن به اینکه آقای سعید محمد امرایی اگه اشتباه نکنم اومدن خیلی قشنگ با یه متن کوتاه اینو توصیف کردن، یعنی اعتراض خودشون نشون دادن. ببین الان همه کس در اون سطح نیستند که بخوان با خلق یه تصویر یا با گفتن چند جمله بیان یه مفهوم خیلی بزرگی رو توضیح بدن یا تعریف کنن، ولی من با بعضی از حرکات مخالفم چون فکر میکنم فایده ای نداره، مثل برهنه شدن، مثل اینکه حالا به خوابیدن تو خیابون که بیشتر ما توی اعتراضات خارج از ایران میبینیم. من دیگه صحبتی ندارم، ممنون به من این فرصت رو دادین صحبت کنم. ممنون خانم انصاری نژاد. خواهش میکنم. خانم محمودی در خدمت شما هست. درود مجدد. من یه سوالی دارم، خیلی هم هنری نیست، ولی برام جالبه ببینم که جناب نهستانی الان شما شخصی که کارتونیست هستی و به واسطه شخصیتتون و کارتون ماها رو الان انسان ها رو، یعنی حالا میگم ماها رو کارتون میبینید، چجوری میبینید؟ این یکی همش از وقتی که من توی این جلسه بودم از اول شما نگاه میکردید یه لبخندی، یعنی برای خود من جالبه، یعنی دنیای اون شخصی که مواجه میشید با آدم‌ها، با میاد توی خیابون، بیرون، توی جمع‌های مختلف، اون لحظه یه جور دیگه می‌بینید. فکر می‌کنم شاید یه جور دیگه ببینید. ولی خیلی دوست دارم اینو یه ذره باز کنید. من خیلی دارم ببینم توی دنیای شما چطوریه. خواهش می‌کنم. نه من احساس می‌کنم همونجوری که هستند آدم‌ها می‌بینمشون و اون جوری که هستن واقعا کارتونیه و کاریکاتوری، خودشون خبر ندارن، خیلی جدی میگیرن، ولی به نظر من هست، چیزی نیستش که ما اضافه کنیم بهش یا خود من اضافه کنم، این تو وجود همه هست ولی غافلیم ازش، فکر میکنیم که همه چی خیلی جدی و خیلی رئاله دیگه. ببینید حالا قضیه اینه که من کارتونیستم بیشتر تو کاریکاتوریست. کاریکاتوریست یعنی کسی که چهره میکشه و دفورمه میکنه. بعد از چیزام پرسید، از کاریکاتوریستایی که چهره کش هستن پرسید اونا چه جوری قیافه رو میبینن. میتونه جالب باشه. آدمایی مثل افشین سبوکی، بزرگمهر حسین‌پور که چهره کش هستن خیلی ماهر. من چهره کش نیستم، گهگدار در حدی که لازم بشه تو کارتونای روزمره‌ام یه چهره حضور داشته باشه یه چیزی حالا میکشم ازش، ولی کن این دفرم دیدن دنیا یا اغراق‌آمیز دیدن دنیا، همیشه گفتم مسئله تزریق دفرماسیون و اغراق به جهان نیست توی کار، مسئله کشفش و وجود و حضورش توی اتفاقات و وقایع و فضاها و آدم هاست و برجسته کردنش. میدونی؟ یکی از قابلیت‌های کوچیکی که من دارم، حالا اونقدرم چیز نیست، انقدرم حالا ابعاد و گستردگی نداره، در حد محدودی خیلی هم چیز، اینه که من در دل فجایع و فضاهای ناجور و اتفاقات ناجور هم میتونم رگه‌های اغراق، رگه‌های شوخ طبعی رو بیرون بکشم و ببینم. حتی وقتی زندان افتادم که اصلا تجربه خوشایندی نبود و حتی وقتی که دفتر
سعید مرتضوی رفتم که اصلا جای جالبی نبود. بعدن که یکم ازش گذشت تونستم این فاصله رو بگیرم، این فاصله رو بگذارم و نکات خنده‌دارش رو ببینم، یه نکات ابلهانه و احمقانه‌اش رو ببینم و برجسته کنم. توی یکی از توی کتاب اتوبیوگرافی من از استفاده کردم ازش. اینه دیگه، شما بتونید یه مقداری فاصله بگیرید، با یه جریان خیلی قاطیش نباشید، نکته خنده‌دارش رو بتونید پیدا بکنید. مسئله شوخی، مسئله طنز، فاصله گرفتن است. این فاصله گرفتن میتونه خیلی ها ناراحت کنه، برای اینکه مخصوصا کسایی که خیلی درگیری ماجرا هستن میفهمن، میدونی، برای همین همیشه تنش ایجاد میشه بین مثلا میگم فمینیستا و طنز پردازا، بین طرفدارای مساوات نژادی و دوباره طنز پردازا، برای اینکه اونا درگیرن شدیدن با یه موقعیت خیلی ظالمانه، مثلا با یه برای قربانی هایی هستن، یه برای نمیم چیز هستن، ماجرا برایشون خیلی عمیق و جدیه و هر گونه فاصله گیری و شوخی کردنی رو میتونن برخورنده ببینن و همیشه این وسط یه سری سوء تفاهم معمولا ایجاد شد. ولی گریز نیست، یه ذره برای کار طنز پردازی باید بهش فاصله گذاشت، یه فاصله ای گذاشت و نگاه کرد و نکات خنده‌دار، نکات احمقانه، نکات اغراق‌آمیز و همه ما داریم. من خودم تو آینه نگاه میکنم، دماغم رو اینجور نگاه میکنم، اینجور وایستاده، ابروی کلوفتم رو نگاه میکنم، عینکم رو نگاه میکنم، خنده میدونی یه چیزی پیدا میکنم، هست، وجود داره، در همه ما هستش. میدونی فقط مسئله اینه که من اینا رو عیب نمیبینم، به نظر من قشنگه. یعنی دنیا با دماغ کوفتگی من و چشای ریز من، ابروی کلوفت من، احتمالاً متنوع‌تره تو اگه هممون بخوایم از توی کارخونه در اومده باشیم و قیافه‌های ثابت و یکسان با یک کلیشه ثابت، اونطور که حالا خیلی عادت ندارم جمله قصار بیارم از نویسنده‌ها بزرگان، اونطور که عادت، ولی اینجا میگم میلان کندرا مثلا تو اون توی بار هستی بود یا توی جاودانگی بود که میگفتش که زیبایی محصول یه سری کلیشه‌های کسالت‌آور هست، یعنی همون رو رعایت بکنیم. وقتی تو کارخونه در من بهش میگن زیبایی معمولا، در حالی که من کاریکاتور چهره رو خصوصا هنر ستایش کردن این اغراق ها بازیگوشی های طبیعت میدونم، برخلاف خیلی که فکر میکنن که این یه جور تخفیف و تحقیر کردن چهره و ظاهر دیگران هستش. اینکه یه نفر لباش توی صورتش خیلی برجسته تر به نظر میاد، یا اینکه کلش تو بدنش کوچیک‌تر به نظر میاد، یا حتی ممکنه باسنش نسبت به بدنش بزرگتر به نظر بیاد، اینا بازیگوش‌های طبیعی که تنوع میده به دنیا، بامزه‌ترش میکنه و وجود داره و هست. آخه دنیا اینقدر کلیشه‌ای نیست، آدمایی خیلی به نظر بی‌نقص میان، نظر جسمی و همه چی و حتی اخلاقی به نظر من خیلی کسالت‌آور میان. تشکر آیه نیستانی. به عنوان آخرین سوال خانم انصاری نژاد، حالا چون روالمون دو ساعته، خانم انصاری نژاد در خدمت شما هست. صدا صحبت خیلی کوتاهی داشتم پیرو فرمایشات جناب آقای روایی که گفتن که حالا در مورد پیامبر اسلام سردبیر شالیه دو توضیح دادن. بله درسته، وجود پیامبر اسلام به عنوان یه شخصیت حقیقی و حقوقی هرگز در تاریخ به اثبات نرسیده و آقای سبزیان هم فرمودن که اگر یه شخصیت یا هر چیزی سوژه یه کاریکاتور هست و با یه کاریکاتور خراب شده، اون شخصیت مشکل داره. این هم کاملا درست هست، کما اینکه ما میبینیم الان 2500 سال هست هیچ کس از کوروش بزرگ، حافظ، گوته، شیلر یا هر کدوم از این انسان‌های بزرگ کاریکاتوری نکشیده و الان اینقدر که مبلغان مذهبی از صدر اسلام تا الان مورد سوژه کاریکاتورها، کاریکاتوریست‌ها و کمیک آرتیست‌ها قرار گرفتن، هیچ وقت شخصیت‌های بزرگ تاریخی اینجوری سوژه توهین قرار نگرفتن. و اینکه من می‌خواستم استفاده کنم از حضور آقای مانو نیستانی. من خودم والا کاریکاتوریست که نه، همون به عنوان کمیک آرتیست فعالیت میکنم
و من یه سری کارهایی دارم، یه سری سوالاتی از شما دارم و میخواستم نظر شما رو در مورد کارام بپرسم و همینطور یه سری سوالاتی در مورد حالا تکنیک ها و غیره. آیا امکانش هست که من با شما حالا یه کانکشنی داشته باشم از طریق ایمیل؟ حالا خواهش میکنم حتما. امکانش هست که حالا راهی رو من خانم انصاری از خانم بعدش آره میشه شما رو دارم، ایمیل منو دارم بهتون میدم حتما. خانم محمودی؟ نه من خانم دژن. آره من واسهتون، آره من آدرس ایمیلتون رو میتونم براتون بفرستم. اگه رو تلگرام به من یه پیام بدید من حتما آدرس ایمیل جناب نیستانی. چش ممنون میشم. سپاس از آقای نیستانی و شما. خواهش میکنم. البته من فکر کنم 2 ساعت تموم شده است. بله. چیزی که میگین خیلی این ماجرا شاید عبدو گذشته و تاریخچه و ریشه هایی داره که اصلا از کجا شروع شد و چرا اینجوری شد، خیلی دامنه داره، این خیلی پیچیده‌تر، خودش یه چیزی میخواد که از کجا شروع شد. خیلی یه مقدار زیادیش من فکر کنم حتی برمیگرده به حکم فتوای خمینی علیه رشدی به خاطر اینکه به چیز پرداخت، به خاطر اینکه توهین تلقی کردن به پیغمبر و این چیزا و فتوای مرگش رو دادن. خب این یه تهدید بزرگ برای آزادی بیان و نوشتار و غیره بود دیگه. خیلی از روشنفکرها و خیلی از نویسندگان جهان غرب شروع کردن واکنش دادن که چرا باید این تابویی بشه که به خاطرش یه نویسنده برای نوشتن یه قصه و رمان حکم مرگ بگیره. شروع کردن واکنش دادن، با این تابو جنگیدن. یعنی اینجا بود که یهو قضیه کاریکاتور کشیدن از پیغمبر اهمیت پیدا کرد یا اتفاق افتاد. خصوصا بعدش وقتی که یه اگه اشتباه نکنم یه فیلمساز کجایی بود، دانمارکی بود یا هلندی بود، که بابت یه فیلم یه چیزی سر بریدش، در واکنش به همچین اتفاقاتی یه نشریه دانمارکی برداشت فراخوان داد که کاریکاتور راجع به پیغمبر اسلام بدید، در واکنش به این که این تابو رو بشکنید، چرا باید مثلا یه فیلمساز سر بریده بشه، یه حکم مرگ داده بشه. و بعد از اون بود که این جریان یهو داغ شد و بعد از یه مدت شارلی ابدام اونا رو بازنشر کرد برای دفاع از آزادی بیان و شکستن این تابو. یعنی یه ریشه ای داره، یه گذشته ای داره، یه تاریخی داره و یه ماجراهایی. و ماجرام اینه که اونا تو شارلی ابدو و جاهای دیگه کاریکاتور مسیح رو کشیدن، موسی رو کشیدن، با تمام این چیزا شوخی میکنن، هیچ چیزی رو هیچ محدودیت این شکلی برای خودشون قائل نیستن. یعنی مذهب اصلا برای این محدودیت نبود و نیست. دوباره دیدم. ولی یه نکته خوبی رو اشاره کردن که اینم اشاره نهایی بکنم. من مطمئن نیستم که ما اگر بخوایم همین امروز کاریکاتور درباره کوروش کبیر بکشیم چه واکنش‌هایی خواهیم دید و چقدر صبر و تحمل خواهیم دید و چقدر واکنش‌هایی خواهیم دید که دست کمی از واکنش‌های مسلمانان و مسلمانان افرادی نسبت به کارتون های محمد نخواهد داشت. اینو من شک دارم و مطمئن نیستم. خیلی باید به خودمون نگاه بکنیم که آیا ما درگیر تابو سازی هستیم یا نه. ممنون نیستانی. حالا من یکی به شخصه حالا نمیدونم اصلا کلن این رویه درست هست یا نه، و آزادی بیان نامحدود معتقدم. حالا این که کلن یه بحث کاملا واقعا بزرگیه که کجاها میشه محدودیت براش گذاشت. و حالا بر اساس گفته های شما هم محدودیت آزادی بیان شما خیلی گسترده تر از نظر خیلی دیگه هست. اما با این وجود آقا حمید بفرمایید. من گفته بودم خانم انصاری نژاد آخرین گزینه بودن، اما چون وقتمون تمومه، اما شما بفرمایید به عنوان آخرین نفر در خدمت شما هستیم. خیلی ممنون، ببخشید من حق با شماست، من باید سکوت میکردم و میذاشتم برنامه تموم بشه. فقط خواستم بگم اولا که خیلی ممنون از صحبت هایی که شنیدم، وارد بحث های مختلف نمیشم که خیلی شد. فقط خواستم بگم اگه آدم استدلال درست داشته باشه برای نقد یه مطلبی، احتیاجی به این که از توهین استفاده کنه به هر شکلش نداره و اجازه میده که اون زاویه‌ای رو که میبینه شفاف بگه تا زاویه های دیگه که مقابل این زاویه هستن کامل کنن دیدو. مثلا میگم یک چیز خیلی ساده، من با
با خانم گوگوش و سیاستی که ایشون دفاع میکنن هیچ میانه ای ندارن. اما خانم گوگوش هنرمنده که با کنسرت و اینا زندگی میکنه. این که ایشون برنامه بذاره در یه جایی و بیان بهش پوشهای رکیک بدن که خجالت نمیکشی که الان چون تو ایران یه عده مبارزه میکنن و کشته میشن تو برنامه گذاشتی، در اینکه خانم گوگوش هیچ وقت از این نظام دفاع نکرد، دیان کرده مال قدیم بوده. میخوام بگم شما هنرمند برای من کسیه که میتونه اون زاویه ها رو بشکافه، شکوفا کنه و این خشونت رو به خشونت زدایی روش کنه. توهین کردن، تحقیر کردن نمیدونم چه زاویه ای رو شکوفا میکنه. اینکه آزادی هست که این کار بشه ربطی به کار هنرمند برای من که شکوفا کردنه نداره. من فقط خواستم بگم دو بینش خشونت زدایی و خشونت طلبی برخوردایی دارم و برای من هنرمند، هنرمند واقعی حتی اگر فردوسی به قول دوستمون به کار برده باشه، فردوسی 90 درصدش خشونت زدایی است. یعنی جایی خشونت طلبی رو محور نمیکنه، نه مولوی میکنه، نه سعدی میکنه، نه حافظ میکنه. خواستم فقط همین رو بگم که تو این موقعیت های حساس سعی کنیم دنبال استدلال بریم، دنبال برخورد بکنیم با نظرها و بفهمیم که حتی دو تا نظر مختلف میتونه کمک کنه به همدیگه برای فهمیدن بیشتر. ممنونم از شما. ممنونم از شما. آقای نگهبانی اگر همون میخوای نکته نهایی به این موضوع اضافه بفرمایید. آره، چون صحبت پایانی. اولا یه نکته، یه چیز رو قبول دارم. وقتی داخل ایران این اتفاق میفته من کاملا با دوستمون موافق هستم، جایی که منطق و استدلال جواب میده برای شدن باید فحاش بکنیم. منطق قوی ترین اسلحه هست. ولی وقتی با یه گنگی طرف هستیم که اساسا مسئلهشون منطق نیست، منطقا گفته شده، دروغ میگه، همشون به دروغش پافشاری میکنه و شما رو میکشه و شما رو سانسور میکنه و شما سرکوب میکنه و شما در برابرش قرار میگیرین، ابراز خشم و حال هواتون به صورت فحش کاملا طبیعیه. برای اینکه همه این مراحل پیمودین، یعنی اون اتفاقا هر جایی که میتونستن صحبت منطقی بکنین رو بس راهشو بسته. اون مسئله این نیستش که منطق استدلال ندونه، اون داره انکار میکنه شما رو، وجود و حضور شما رو داره انکار میکنه. ولی توی کنسرت گوگوش همچین اتفاقی نیفتاده. خانم گوگوش که همچین موقعیتی نداشته، در موضع قدرت هم که قرار نداره، کسی هم که سانسور نکرد. نهایتا به نظرتون میاد که نباید توی این موقعیت کنسرت میده، کنسرتشو بایکوت میگه، نمیرفت، از کنارش رد میشد، یه تا نمیکردیم، بلیتشو نمیخریدیم، اصلا سمتش نمیرفتیم. میدونیم به نظرم بهترین برخورد در مورد همچین چیزی اینطور میتونه باشه. کاملا موافقم که اونجا اصلا کار کردی نداره. اما نگاهتون درباره هنر یه مقدار سلیقه‌ای هست. هنر خیلی وابسته است به زمان، مکان و موقعیتش در دوران و فضایی که وجود داره. وقتی اخلاقیات به جایی میرسه که خفقان کنن، خفقان ایجاد میکنه، این تعارفات اجتماعی و این ادبی که شما میفهمین حالت یه جور سرپوش پیدا میکنه به کلی از چیزایی که اون زیر نهفته است، شکستن این پوسته اخلاق ناگزیر خواهد بود. یعنی دوره این شکلی خواهیم داشت. توی دنیا اینطوری بوده. دهه 30 و 40 50 1930 40 قبل از جنگ در آمریکا یه فضای اخلاق گرای ارتدوکس خیلی سنگینی حاکم بود، فوق‌العاده. یه کد سانسور وحشتناکی هم سینما داشت، البته نسبت به الان از نم مثل ایران، ولی به هر حال برای خودشون حتی خانم و آقا روی تخت با هم دیگه نمیتونستن کامل قرار بگیرن. یکیشون باید پاش رو زمین می‌بود که یه وقت تصور ارتباط جنسی ایجاد نشه. میخوام بگم یه در حالی که اون زیر همه اتفاقات تو جامعه داشت میافتاد، میدونید، و با این تعارفات و اخلاقیات یه بخشی از احساسات و واقعیت‌ها رو سرکوب می‌کردن. خود به خود دهه 60 و 70 هنرهای زیرزمینی ایجاد شد که بعداً اومد رو که این اخلاقیات رو زیر سوال می‌برد و خیلی هم رک بود و خیلی هم بی اخلاق بود و با معیارهای شما
همخونی نداشت، بی‌ادب هم بود، برای اینکه دهنکجی به اخلاقیات روز بود. همیشه هم کار هنر که فقط گفتمان منطقی اینا نیست، بیان احساسات هم هست، شکستن فضاهای حاکم هم هست، دهنکجی به سیستم‌های حاکم هم هست. یعنی این کاملا درک میکنم که میگین سلیقه شما اینه که دلتون میخواد ادب توی اثر هنری ببینید، ولی این باید نیست. ممکنه شرایط اجتماعی و زمانه بطلبه که شما یه جایی اتفاقا بی ادب باشید تو کار هنری. خیلی خیلی ممنون آقای نیستانی. من از همه حضار تشکر میکنم. به انتهای جلسه امروز رسیدیم دیگه. جلسه هم به صورت هم‌اندیشی و تریبون آزاد بود با حضور مهمان ویژه‌مون آقای مانا نیستانی کارتونیست. موضوع جلسه هم حق اعتراض و هنر اعتراضی بود. همکارانی که به ما کمک کردن برای جلسه هم سکا خانم روزا جهانبین، خانم اسماعیلی و خانم شعبان نژاد بودن. شب و روزگار خوش. ممنونم. Merci.